درود و عرض ادب و احترام خدمت یکایی که شما دوستان و هموطنان عزیز بیستم تیر ماه 1402 برابر با 11 جولای 2023 دیروز در کلاب هاوس پسر فخریزاده را آوردن فخریزاده همون کسی بود که توی قضایای انرژی اتمی ایران فعالیت داشت و اسرائیل اومد وسط ایران ترتیب آقا رو داد پسرش آورده بودن البته من نمیدونم چرا این بچه های اینا مثل حمید نوری که پسرش میخواست مستند بسازه و داشت مستند میساخت پسر این آقای فخری زادم در حال مستندسازی سازی و فیلم هستش در ارتباط با باباش اومد و صحبت کرد و انقدر تناقضات توی حرف زدنش بود حالا خودتون نگاه کنید این اتاق 5 6 ساعت بود من براتون خلاصه کردم قسمت هایی که ایشون صحبت میکنه از ترور باباش و ببینید داستان رو کلا چند مدل تعریف میکنه و هر موقع هم ایرادش ازش میگیرن دوباره یه مدل دیگه میگه داستان رو و جالبتر اینه که افرادی که تو این اتاق بودن مثل همیشه توی کلاب هاوس این آقایون یا خانم‌هایی هایی که میرن روی استیج متخصص همه چی میشن تو این اتاق همه شده بودن متخصص ترور و پرایوت سیکوریتی و خلاصه راجب همه چی اظهار نظر میکردن دیگه این هم از ایرادات آقایون و خانوم های الیت کلاب هاوسیه که فکر میکنن باید راجب همه چی حرف بزنن این آقای فخری زادم از کلمه به شاید دو میلیون بار استفاده کرد کلا توی ادبیات صحبتیش و محاوره ایش این کلمه به رو خیلی استفاده میکنه اینا رو جلو جلو میگم که به قول معروف رو مختون نره دیگه در هر حال امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره اگر پیشنهادی انتقادی داشتین حتما توی کامنت ها بنویسین دوستانی که توی ایران هستین با گذاشتن لایک یا اگه خوشتون نیامد دیسلایکش کنین و کامنت بذارین دوستانی که در خارج هستن میتونن روی گزینه تنکس یا بیان جوین و ممبر کانال بشن و کانال رو حمایت کنن قربونتون برم زنده باد ایران ایرانی با شرف و لعنت به هرچی موضوع و وسط باز و تجزیه طرف و هر کسی که داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه تا این دیکتاتوریش ادامه پیدا کنه سپاس دمتون گرم شما هم سوالی دارید بله من سلام عرض میکنم سلام. تو بخش اول سوال مخلصم خیلی من خدمت آقای فخری زادم سلام می‌کنم این سوال من در مورد بخش اولشون هست که در خصوص تولید و واکسن فخرایشون توضیح دادم میخواستم بپرسم که نتیجه این واکسن چی شد منتقدین داخلی معتقدن که این واکسن دیگه تولید نشد و به نتیجه هم نرسید با توجه این به اینکه مبلغی بین 10 تا 15 میلیون یورو هم برای این واکسن گویا هزینه شد میخواستم نتیجه این واکسن دقیقا چی شد خیلی متشکرم من از سلام دارم خدمت شما و حالا همه عزیزانی که به تازگی به اتاق اضافه شدن نه واکسن فخر را به نتیجه رسید تست های اول دوم و سوم بالینی خودش رو انجام داد بعد در چرخه واکسیناسیون کشور قرار گرفت و در واقع جزو معدود واکسن هایی بود که در واقع از تکنولوژی ویروس کشته شده استفاده می کرد و اون جریان به قولی پدافند زیستی و بیولوژیک هنوز پا بر جاست. حالا اگر بخوایم خیلی ورود بکنیم به جریان واکسن فخراب خیلی جای بحث داره اصلا این واکسن به قولی کی به نتیجه رسید چگونه به نتیجه رسید چقدر زمان برد بین به قولی اون به نتیجه رسیدن اصلیش تا اینکه به آزمایش بالینی در واقع اول برسه ولی در مجموع به قول این واکسن کارهاش رو داره انجام میده و خود همون مجموعه واکسن سازی هنوز فعاله و در حوزه پدافند بیولوژیک و پدافند زیستی دارن کار میکنن ببخشید یعنی الان داره تزریق میشه در بین مثلا جامعه یا اینکه نه یعنی قبلا تزریق هم شده اصلا این یعنی تست هم شده بله بله هم در واقع آزمایش بالینی اول و دوم و سوم رو انجام داد و در به قولی سبد اون تزریق واکسن عمومی کشور قرار گرفت و خیلی تعداد دوزهای بالایی با توجه به توان تولید بالایی که واکسن فخرا داشت تعداد دوزهای بالایی رو به قولی از این واکسن تزریق کردند خیلی ممنونم از آقای دلبری همین یه دونه سوالتون بود آقای دلبری چون تو تو بخش دومم یه سوالی اگر اگر حالا بخش دوم عطم. آقای رجبی آقای رجبی سلام سوالی دارید شما من در خدمتم با سوال شروع میکنیم یا به اگه موافق باشید بخارم. یه به اصطلاح خودتون یه قسمتی یعنی خودتون شروع کنید کامل به نظرم تعریف کنید بعد اگه دوستان سوالی داشتن خب سوالشون رو بپرسن که صحبت ها تکمیل تر بشن ارزم به خدمتون که خب در واقع ایشون بیش از 20 سال در رأس لیست ترور اسرائیل بود و اولین جریان تروریستی که رویشون اتفاق افتاد سال 78 بود از سال 78 تا سال 99 ایشون چهار تا به قولی عملیات تروریستی ایشون انجام شد البته این عملیات تروریستی به این معنا نیستش که عملیات انجام شد و ناموفق بود به قولی بعد از عملیات یا در واقع قبل از عملیات شناسایی شدند تیم های عملیاتی مثلا همون روزی که شهید شهریاری ترور شد خب برای ایشون هم تله امنیتی گذاشته بودند و ایشون اون روز بدون اینکه در واقع خبری به کسی بده یا به کسی هماهنگ بکنه تصمیم میگیره بره اصفهان و یعنی از اون مسیر همیشگی هر روزش به محل کار نمیره بعدش در واقع بعد از جریان ترور شهید شهریاری به قولی متوجه میشن که اینجا می یک توی مسیر حرکت منزل تا محل کار یک در واقع تله انفجاری گذاشته بودند یا حالا از این دست اتفاقات و یا اون گزارشی که اولمرت به قولی شاید دوستان فیلمش رو هم دیده باشن در یک سوله تاریکی به قولی صحبت میکنه که ما برنامه ریزی کرده بودیم ترور فخری زاده رو و حالا الان در حضور ذهن ندارم نمیدونم پونزده ثانیه پنج دقیقه قبل از عملیات خود من شخصا با تیم تماس گرفتم و گفتم که این عملیات انجام نشه که حالا بیمه در واقع لو رفتن عملیات رو داشتن یا حالا بنا به هر دلیلی که این فیلم مال قبل از در واقع ترور ایشونه یعنی قبل از سال 99 همون موقع هم به قول این فیلم بیرون اومده بود و تقریبا میشه گفت در این 15 سال آخر جو امنیتی خیلی سنگینی در واقع روی ایشون حاکم شده بود و حتی روی خانواده یعنی خود خانواده خیلی تهدید داشتند مسائل و موارد خیلی زیادی اتفاق افتاده بود یعنی خود ماها دیگه یک زندگی معمولی نداشتیم با توجه به اتفاقاتی که پیرامون به خود خانواده بود غیر از شخص ایشون مثلا ما بچه ها رو که می بردیم مدرسه مثلا به مدرسه می گفتیم, گفتیم تحت هیچ شرایطی هیچ کس غیر از به پدر و مادر اگر اومد بچه رو تحویلش ندید اه... خب بالاخره مثلا این نگرانی بود مثلا همسرمون به همراه بچه ها کلاسی میرن جایی میرن آیا اتفاقی میفته نمیفته و در مورد خود شخص ایشون هم که به قولی هر روز صبح که ایشون از خونه میرفتن بیرون معلوم نبود که شب برگردن یعنی این یک فضای پونزده ساله ای بود که توی این پونزده سال خیلی زیاد در طول ماه شاید در طول هفته وضعیت قرمز اعلام میکردن از ایشون خواهش میکردن که تردد نکنه و ایشون هم همیشه پاسخ میداد که خب اون جریانی که دنبال حزب منه دنبال خونه نشینی منه حالا چه فرقی میکنه من خونه بشینم کار نکنم یا به منو ترور بکنن انقدر که شما هی میگید که بمون خونه بمون خونه خب اینکه میشه اصلا کلا من باید بمونم خونه این شمایید که وظیفه امنیتی دارید شما باید امنیت درست رعایت بکنید نه اینکه با خونه نشینی من به قولی به. توی این 15 سال تیم های امنیتی که به قولی برای ایشون گذاشته بودن خیلی تیم های امنیتی سطح بالایی بود یعنی ایشون معمولا با مثلا بین 10 تا 15 محافظ با چند ماشین اسکورت تردد میکردند همه جا و البته تردد زیادی هم نمیکردند یعنی ایشون کلا یا منزل بودند یا محل کار و به دلیل فشارهای کاری و اینها دو جا کلا تردد میکردند یکی باغچه آب سردی بود که هلوش پونزده سال بود که اونجا رو گرفته بودند چون به باغبانی علاقه خیلی شدیدی داشتند یعنی تقریبا میشه گفت عمده اوقات فراغت ایشون درگیر باغبانی بود حالا یا تو منزل درگیر قلمه گل روز و گل شم دنیا یعنی اکثر دوستان و آشنایانی که در واقع هستند همه در خونهشون یه قلمه از گل روز ایشون یا یه قلمه از گل شمدونی ایشون قطعا در خونه دارند یا اون موقعی که میرفت به قولی باخشه آب سرد مشغول به قولی حرس کردن درخت و به قولی بیل زدن و به قولی اینها بود و یه منزل داشت نسبت به زادگاهش و بالاخره دید و بازدید به قولی خانواده اونجا میرفتن یعنی کل تردد ایشون توی همین در واقع دو جا محدود بود ولی خب بالاخره تیم های امنیتی ایشون تیم های امنیتی خیلی حرفه ای بودند عرض کردم که ایشون همیشه با ده پونزده تا محافظ و چندین ماشین اسکورت به قولی تردد میکردند و حتی همون روز حادثه هم ایشون دوازده محافظ همراه داشتند و سه ماشین اسکورت در همون روز در واقع ترور دیگه حالا توی این بالا به لحاظ امنیتی توی این ده پونزده سال خب خیلی اتفاقات دیگری هم افتاد یعنی قطعا حضب فیزیکی ایشون هم به نوعی میشه گفت شاید دشوار بود هم خیلی 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 هزینه بردار بود به همین دلیل ابتدای به قولی جریان حضور فیزیکی ایشون نبود بلکه خب یه دوره به قولی شروع کردند برای ایشون به قولی ترور شخصیتی ایشون ترور شخصیتی خانواده شاید خیلی فیلم دیده باشید تو یوتیوب و این اونور هست در مورد خانواده در مورد ایشون خب دیدن که نه با ما ترور شخصیتی میکنیم ایشون مثلا دست از پا نمیکشه بیخیال نمیشه شروع کردن به قولی ایشون رو از کار برکنار کردن و به قولی اینها که باز به قولی دیدن که خب این اتفاق هم نمیفته مثلا یکی از نکات مهمی که به قولی شاید بشه در جریان کاری و در جریان زندگی ایشون پرداخت با همین نکته است که ایشون یک پروژه یک جریان واحد رو در دوره سه رئیس جمهور با چهار یا پنج وزیر به صورت واحد ادامه دادند خب قطعا دوستان میدونند که دولت بالاخره در ایران عمدتا در واقع دولت ها رفتارهای صدیقه دارند جناهی دارند حرکات سیاسی نوع نگاه های سیاسی نگرش های سیاسی دولت ها با هم متفاوته و خیلی سخته که در واقع در سه دولت و با پنج وزیر شما یک جریان واحد یک کار واحد رو به قولی پیش ببرید ناملایمتی های زیادی اتفاق می افتاد بالاخره مسائل خیلی زیادی اتفاق می افتاد که خب باز ایشون در واقع دست از کاراشو اینها نکشید یه مقداری شروع کردن پرونده سازی های عجیب قریب برای ایشون باز دیدن اونجا به نتیجه نمیرسه و در نهایت در واقع اقدام به ترور فیزیکی ایشون کردن که در واقع ترور فیزیکی ایشون به نوعی میشه گفت محله چهارم ترور بوده و هنوزم که هنوزه به قولی جریان نفوذ درگیر تکمیل پازل تروره با ترور جریان شخصیتی ایشون با ترور در... ترور جریان های فکری ایشون با ترور جریان های اندیشه ایشون درگیر به قولی تکمیل پازل ترور هست امیدوارم تونسته باشم که مختصری توضیح داده باشم که اگر سوال یه پا میبری دوستان قبل ماشه. از سوال برسی موافق هستید که نحوه ترور هم چیزی که میدونید بگید؟ ببینید شاید به قولی بهترین راوی از جریان ترور مادر بوده که در لحظه به لحظه واقعه واقع حضور داشته و شاید زنده موندن ایشون در اون جریان ترور با اون همه پیچیدگی هاش که به قولی میشه گفت من اینو چند جا هم گفتم یک جنگ تمام ایار بوده اون جریان تیراندازی اون جریان انفجار خب مادرم خیلی آسیب دید یعنی هم ترکش های ناشی از اون چوب و ماشین و اینها اون انفجار عجیب قریبی که در نیسان با اون وزنش توی فاصله 600-700 متری پرت شده بود انقدر انفجار نیسان انفجار عجیب غریبی بود خب مادرم آسیب دیده بود ولی خب زنده موندن ایشون شاید یک معجزه بوده البته معمولا ترورهای رژیم صهیونیستی خیلی تمیزه یعنی معمولا در ترورهای رژیم صهیونیستی شما نمیبینید که زیاد افراد دوروبرشون آسیب ببینن معمولا ترورهای منافقین ترورهای کوریه که او شخصی که میخوان ترور بکنن و در کنارش رفتش ده نفر دیگه در واقع به شهادت میرسن ولی خب بالاخره زنده موندن مادر یک معجزه بود که شاید بهترین روایت روایت های مادر بود که ایشون به سراحت میگه که ما هیچ کسی ندیدیم هیچ کسی اونجا نبود و به قولی کاملا در واقع بدون نفر این اتفاق افتاده بود و شاید دقیق ترین گزارش گزارش نیویورک تایمز بود که حالا خبرنگارشون هم اینجا بودن سوال داشتن که به واقع هم همینطور بود یعنی یک سلاح کنترل از راه دور مجهز به هوش مصنوعی و در واقع بدون حضور نفر البته این اطلاعاتی که من در اختیارتون قرار میدم این اطلاعات صرفا اطلاعات به قولی گزارش های مادر محافظینی که به توی صحنه بودن و اطلاعات رسانه ایه. یعنی اینکه من الان اطلاعات در واقع خاصی از نهادهای امنیتی داشته باشم یا گزارش خاصی از نهادهای امنیتی داشته باشم و مستند بر اون در واقع گزارش های نهادهای امنیتی این موضوعات رو مطرح بکنم اینطور نیست آیا فخری زده توی صحبتاتون گفتید که حال همیشه این اختارها رو با آقای فخری زده میدادن و بعد از تروریشون خب ما در رسانه ها مقامات که صحبت میکردن میگفتن ما یک هفته قبل بهشون اعلام کرده بودیم که این اتفاق داره میفته این عین همون اختارهای قبلی بود یا این اختاری که بهتون داده بودن فرق داشته بود ارزم به خدمتتون که خب وضعیت قرمز خیلی زیاد اعلام میشد به خصوص در این پونزده سال آخر وضعیت قرمز خیلی زیاد اعلام میشد منتها خب من اول یه داخل پرانتز یه نکته ای رو بگم بعد به اون هدف اصلی شما از سوال بپردازم خب اگر شهید تخصیده میخواست در تمامی این در واقع وضعیت قرمز خونه بشینه طبیعتا نمیتوانست زندگی بکنه نمیتوانست کار بکنه خب کسی که 20 سال در رأس لیست ترور چندین ترور ناموفق داشته نتان یاهو گفته میزنم اولمرت گفته میزنم در یک جایی البرادعی میگه من تا وقتی که با شهید فخریزاده صحبت نکنم در واقع با فخریزاده صحبت نکنم نمیتونم از میزان نفوذ ایران در موضوعات هسته هیچ حرفی بزنم و درخواست میکنه که حتما فخریزاده رو ببینه و با فخریزاده مصاحبه بکنه که بعد از این جریان حضرت آقا اون سخنرانی رو میکنن که اینها میخوان دانشمندان ما رو به قولی بازجویی بکنن ما اصلا به کسی اجازه نمیدیم که کسی دانشمندان ما رو بازجویی بکنه و حالا موضوعات خبری مختلف به قولی به ایشون لقب اوپنهایمر رو میدن ارزم به خدمتون که لقب عبدالقدیر خواهد میدن بعد به ایشون میگن صندوقچه اسرار هستی و حالا همه این موضوعات خب خیلی این جبه جبهی بود که خب خیلی زیاد درش به قولی وضعیت قرمز اعلام میشه طبیعتا اگر ایشون میخواد تمام این وضعیت های قرمز رو صرفا با خونه نشینی دفع کنه کلا ایشون باید 15 سال کار نمیکرد و زندگی هم نمیکرد کما اینکه در این 15 سال همچنان زندگی هم ما نداشتیم به معنای یک زندگی یعنی ایشون 15 سال بود هیچ موقع با همسرش خرید نرفته بود هیچ موقع هیچ فروشگاهی نرفته بود هیچ موقع به قولی نونبایی نرفته بود یعنی کاملاً یک به قولی در یک زندانی زندگی میکرد که این زندان فقط محل فیزیکیش عوض میشد یه روزی زندان مثلا در تهران بود یه روزی زندان در آب سرد بود یه روزی مثلا زندان در بستانپولی ولی باز بالاخره این موضوعات به قولی مطرح میشد. Uh, گزارشی که من از خود دکتر علوی در برنامه زنده تلویزیونی شنیدم این نبود که uh, ما از یک هفته قبل به ایشون اعلام کرده بودیم uh, به این شکل در واقع مطرح شد که ما به تیمهای امنیتی و به نهادهای امنیتی از یک هفته قبل اعلام کرده بودیم حالا اینکه آیا به ایشون اعلام کرده بودن یا نکرده بودن این رو من بی اطلاع هم. ولی اون در واقع موضوعی که دکتر علوی مطرح میکنن اینه که ما از یک هفته قبل اعلام کرده بودیم به تیم های امنیتی که به قولی این اتفاق افتاده و این اتفاق خواهد افتاد و اینها البته من بعدا از به قولی تیم های حفاظتی هم شنیدم که بالاخره همونجا خود منطقه کلا هم ناامن بوده یعنی در واقع حالا به چه شکلی این موضوعات رو در واقع رسد کرده بودن حتی تا ساری تا چیز یعنی خود منطقه رسطم کلا هم منطقه امنی نبوده که به قولی بگیم که خب حالا مثلا اونجا موندنشون آیا میتونست کمکی بکنه یا نمیتونست امیدوارم تونسته باشم پاسخ سوالتون رو داشت بله خیلی ممنونم خب خب اگه موافق باشی خانم فسیحی که خودشون اون گزارش کاملی هم که شما اشاره کرده بودی روی سری هستن اگر تمایل دارن خانم فسیحی هم در مورد گزارششون سوال یعنی توضیح بدن و هم اگه سوالی از شما دارن خانم فسیحی مجدد سلام سلام خیلی متشکر سلام مجدد آقای فخری سده. ممنون از وقتتون بله همونطور که ایشون هم اشاره کردن اون گزارش نیویورک تایمز رو من همراه با همکارم رونن من حدود هشت ماه تحقیق کردیم روش با مقام های نظامی امنیتی در ایران در اسرائیل در آمریکا اروپا صحبت کردیم و همطور که نوشته بودیم برنامه ریزی برای این ترور از چندین ماه قبل انجام شده بوده و حتی به تیم به اصطلاح امنیتی و سیاسی اسرائیل وقتی که با دانالد ترامپ ملاقات میکنن اطلاع میدن بهشون و میگن که ما قصد داریم که آقای فخر زاده رو ترور بکنی و آمریکا هم مطلع بوده و اینکه در طی شیش ماه اون خب ایشون به وسیله اولین باری بود که به وسیله یک ربات از راه دور و از طریق ماهواره با استفاده از هوش مصنوعی و فیشال ریکگنیشن یعنی شناخت صورت انجام میگرفت و اولین باری بود که همچی رو میکردن و قطعات و اون ربات رو تیکه تیکه به صورت کوچیک از کوچیک کوچیک وارد با، مرز ایران کرده بودن و داخل ایران مجددا اینو سر هم کرده بودن و سوار کرده بودن و و یک سنایپر حالا من سنایپر به فارسی چی میشه اون کسی که ماشه رو میکشه به اصطلاح اون در اسرائیل نشسته بوده و تکتیران هل... بله تیرانداز تیرانداز بله تکتیر انداز بله اون تکتیر انداز در اسرائیل نشسته بوده و از طریق تصویر ماهواره میدیده و و تفنگ روی که چهره رو اگه شما گفتین که مادرتون رو تارگت نکرده بودن به دلیل همون وجود فیشال ریکگنیشن بوده که و ماها روی این موضوع کار کرده بودن و اولین باری که مثل که امتحان کرده بودن یه خلای چند ثانیه‌ای بوده و اون خلای چند ثانیه‌ای بین اینکه اون ماشه رو میکشه تا گلوله میره امکانی داشته تیر خطا بره و برای همینه که اینو دوباره مجددا طراحی میکنن برنامه‌ریزی میکنن که اون خلای چند ثانیه‌ای هم پر بشه و اینو به این صورت خب از ربات از طریق دور اول وانه تو پارک میکنن بعد که انفجار صورت بگیره و وقتی اون انفجار صورت میگیره برای ماشین که داشته میومده سرعتش کند بشه و بعد که آقای فخریزاده از ماشین پیاده شده بودند که ببینم چه اتفاقی افتاده اون لحظه تیراندازی کرده بودند برای من سوالی که میخواستم الان بپرسم از آقای فخریزاده این است که سوالی که خب تحقیق برای ما پیش اومد این عدم رعایت پروتکل‌های های امنیتی بود ام که خب همینطور که و دلیل این چی بود به هر جهت همونطور که شما میگین به هر حال بین اینکه خونه نشستن کامل و اینی که ایشون توی ماشین غیر که ضد گلوله نبودن هیچ بادیگاردی همراهشون نبودن خودشون داشتن توی ماشین معمولی رانندگی میکردن خب خیلی فاصله است یعنی دو, دو تا به اصطلاح سر ام اکستریمه ام چطور آقای فخریزاده این پروتکل امنیتی رایت با توجه به تهدیدایی که بهشون بوده و اینکه میدونستند که تارگت هستند و قبلا هم سوء قصد بوده به جونشون چطور که ایشون توی ماشین زده گلوله نبودند و آیا این کوتاهی پروتکل عدم رایت پروتکل امنیتی رو شما از دید چشم تیم امنیتیشون میبینید این سوال اول سوال دوم که آیا به هر حال وقتی که اسرائیلی ترور برنامه ریزی میکرد از مسیری که ایشون واضحان، از مسیری که هر بود ایشون رفت آمد بکنن از برنامه حرکت ایشون از اینکه مقصد کجاست چه راهی رو میرن از همه اینا اطلاع داشتن آیا کسی از اون تیم حلقه اصلی تیم امنیتی مورد شک بوده آیا فکر میکنید که اون نفوذی که صحبتش میشه تو اون پروتیم تیم به صلاح امنیتی و بادیگاردی ایشون بودن این سوال دوم که اگه اطلاع دارین و سوال سوم که خب به هر جد الان بعد از این دو سالی که گذشته به نظر شما آیا این خلاها ها نفوز، نفوذ امنیتی که در ایران به وجود اومده خب میبینیم که از اون به بعد هم کسان دیگری ترور شدن و اتفاقات دیگری هم افتاد آیا به نظر شما و آقای تایب برکنار شد به نظر شما آیا این کنترل شده آیا درست شده یا هنوز اون نگرانی ها و نفوذ و غیره از نظر شما ادامه داره خیلی متشکر من عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه عزیزانی که جدیدن به اتاق اضافه شدند. من یه چند تا نکته تکمیلی رو در مباحثی که شما مطرح کردید بهش اشاره بکنم البته اول انفجار اتفاق نمیفته بعد شلیک در واقع خودروی نیسان بعد از اینکه شهید فخرزاده کاملا مورد حسابت گلوله مورد حسابت پنج گلوله قرار میگیرن خودرو نیسان به قولی منفجر میشه و تعریف من اینه از انفجار اون خودرو خودرو نیسان این بود که اون انفجار دو دلیل داشت اگر خودرو متوقف نمیشد و به مسیر خودش ادامه میداد چون اون خیابون یه خیابون به قولی تقریبا دو بانده سه بانده بود بتونن با انفجار در واقع عملیات ترور رو انجام بدن با اون انفجار مهیب و دلیل دیگرش هم این بود که اگر در جریان شلیک در واقع جریان به نتیجه رسید و تمام شد بتونن از طریق انفجار اون تجهیزات و اون تکنولوژی رو به قولی منهدم بکنند در ابتدا که ماشین حرکت میکنه سه گلوله به ماشین برخورد میکنه که اون سه گلوله که به ماشین برخورد میکنه سه گلوله کور نبوده سه گلوله کاملا هوشمندانه به ماشین میزنن برای توقف ماشین که حالا به جاهایی که اصابت میکنه معلومه که هوش مصنوعی کاملا ماشین رو شناسایی کرده و میدونه به کجاهای ماشین باید شلیک بکنه و این سه کاملا هدفمند به قلی به ماشین برخورد میکنه بعد که ماشین متوقف میشه یعنی برای توقف ماشین به ماشین تیراندازی میکنه که خب چون در واقع اون جریان خود سلاح و اون چوب هایی که دور سلاح بودند هیچ صدای شلیک هیچ موقع شنیده نمی فقط مثلا صدای مثلا برخورد دوتا آهن به هم توی ماشین شنیده می شده. خب شاید فقط مشکوک میشه میاد به ماشین رو میاری کنار در واقع دقیقا پشت نیسان ماشین متوقف میشه بعد ذهنیتش این بوده که خب لاستیک ها پنچر شدن در و باز میکنه لاستیک ها رو نگاه میکنه بعد که متوجه میشه که لاستیک ها به قولی سالمن اینجا دیگه متوجه میشه که این یک عملیات تروریستیه یعنی قبل از اینکه حتی در واقع تیرهای دیگه شلیک بشه کاملا متوجه میشه که خم میشه به قولی استارت ماشین رو بزنه که حرکت بکنه منتها چون اون, گلول، اون سه گلوله اولی که به ماشین خورده کاملا هدفمند بوده ماشین روشن نمیشه وقتی که خم میشه اون سه گلوله ای که توی شیشه جلوی ماشین خورده که در عکس و فیلم ها معلومه اون سه گلوله رو میزنن که معلوم بوده که هدف از در واقع این جریان ترور این بوده که همونجا تو ماشین کار رو تموم بکنه که یک فیلمی هم شبکه دوازه اسرائیل بعد از جریان ترور پخش میکنه که ذهنیت خود من اینه که اون فیلم قبل از ترور تولید شده یعنی اون فیلم شبیه سازیه ترور بوده چون در اون فیلم شهید فخرزاده داخل ماشین به قولی گلوله بهشون اصابت میکنه و اگر این فیلم میخواست قبل بعد از ترور ساخته بشه خب بعد از ترور معلوم بود که ایشون داخل ماشین هیچ گلوله ای بهش اصابت نمیکنه بعد اینکه از ماشین پیاده میشه گلوله بهشون اصابت میکنه خم که میشه استارت بزنه اون سه گلوله ای که توی شیشه ماشین خورده به قولی شلیک میشه که یکی از ها حتی پوست روی سر رو خراش داده بود که این گلولا از شیشه جلو میره از شیشه از صندلی راننده عبور میکنه از صندلی عقب و در نهایت از گلگیر عقب عبور میکنه و بعد حالا شهید پیاده میشه حالا پیاده شدن هم خودش دلیل داره خب طبیعتا حالا دوستانی که مقداری با موضوعات امنیتی سر دارن میدونن تبدیل سوژه ثابت به سوژه متحرک در واقع کار رو برای تروریست سخت میکنه حالا با توجه به اینکه خب کل این جریانات مثلا در چند ثانیه اتفاق افتاده و خب ایشون نمیدونستن که این یک جریان هوش مصنوعی احساس تیراندازی توسط افراد رو میکنن طبیعتا تبدیل سوژه ثابت به سوژه متحرک هم امکان ورود تیم های عملیاتی رو میبره بالا با یعنی زمان در اختیار تیم های عملیاتی تیم های محافظین قرار میده برای اینکه بتونن ورود بکنن هم خود تبدیل سوژه ثابت به سوژه متحرک جریان ترور رو مشکل میکنه یه دلیلش این بوده یه دلیلش هم که خب طبیعتاً چون ماشین زده گلوله و ماشین زرهی نبوده شاید حالا به تعبیر من برای حفظ جان مادر هم از ماشین پیاده میشن که اگر به قولی ماشین رو منفجر نکنن که حالا مستند این طرف من اونجاییه که به قولی شهید سه گلوله بهشون اصابت کرده و به قولی به زمین افتادن وقتی که سرتیم حفاظتی ایشون میاد کنار ایشون به قولی چادر مادر رو میده به سرتیم و میگه که شما اینجا برید هیچکس کس پیاده نشه اه، اه، این خانم،, خانم هم از اینجا ببرید اینا با من کار دارن با شما کاری ندارن یعنی طبیعتا در واقع همه ذهنیتش این بوده که یه موقع خون از دماغ کسی نیاد البته این حرف رو همیشه در طول این 15 سال بارها و بارها میزد که اگر خود اگر بخواد اتفاقی برای من بیفته و یه موقع خون از دماغ این محافظا بیاد من چجوری پاسخگوی خانواده اینها باشم من شرمنده خانواده اینها میشم و خود به قول گلوله ها تکنولوژی خاصی داشته گلوله ها به قولی البته اینها من باز تاکید میکنم این موضوعاتی که من مطرح میکنم به قولی برداشت های خودم از جریانات هست هیچ مستند گزارش نهاد امنیتی پشت این در واقع موضوعات نیست خب گلوله ها یعنی شهید در واقع چون تقریبا من خیلی کم از فاصله ترور به صحنه رسیدم یعنی اون موقعی که من رسیدم تازه شهید رو وارد بهداری آب سرد کرده بودند. یعنی uh, مثلا شاید ده دقیقه از uh, عملیات میگذشت یعنی اون موقع هنوز تیم های امنیتی توی شهر uh, مستقر نشده بودند فقط خود تیم حفاظت شهید اونجا بود و هنوز اون فضای دود و در واقع قبار و اینها توی uh, محیط بود uh, شهید از کمر uh, پنج گلوله بهشون حسابت کرده بود ولی از جلو هیچ گلوله ای خارج نشده بود در صورتی که گلوله هایی که در شیشه خورده بود از شیشه عبور کرده بود از صندلی جلو عبور کرده بود از صندلی عقب عبور کرده بود از گلگیر عبور کرده بود و خارج شده بود و دو گلوله ای که به پای سرتیم برخورد میکنه از پای سرتیم عبور میکنه میره در بدن شهید ولی از بدن شهید عبور نمیکنه همونجا منفجر میشه که در واقع این دو گلوله اصلی بودن که یکی در واقع به دریچه آورت میخوره یکی به ستون فقرات و گلوله ها تماما یعنی پزشک معالج ایشون میگفت میگفت سطح انفجار گلوله ها داخل بدن انقدر زیاد بوده که ستون مهره ها مثل ترکش در تمام بدن پخش شده بوده یا اون جاهایی که گلوله منفجر شده داخل بدن کل اون قسمت رو منهدم کرده این نکات تکمیلی در مورد حالا موضوعات که شما بهش اشاره کردید در مورد اینکه خب ایشون چرا ماشین زده گلوله نداشت خب قطعا بالاخره همه دوستان میدونند که در مورد تیم های امنیتی و تجهیزات امنیتی خود شخصیت تصمیم گیر نیست یعنی خود شخصیت نمیتونه تصمیم بگیره که من این در واقع تجهیزات امنیتی رو داشته باشم یا از این سطح امنیتی استفاده بکنم نه های امنیتی هستن مثل حالا بسته به سطح امنیت شخصیت مثل شورای امنیت و حالا بسته به شخصیت داره اینکه شخصیت در چه لایه از امنیت قرار داره آیا اون سازمانی که درش کار میکنه باید امنیتش رو تأمین بکنه آیا به قولی بخشی از به قولی نهادهای امنیتی باید تأمین بکنه ولی در صورت نهادهای امنیتی تصمیم گیرن در حوزه میزان امکاناتی که در اختیار شخصیت قرار میگیره و حالا طبیعتا این سوال برای خیلی ها مطرحه که خب چرا ایشون ماشین زده گلوله نداشت یا سوال دیگه که خب وقتی که انقدر اصلا ایشون قرار نبود ماشین زده گلوله داشته باشه اصلا فرضم میکنیم که سطح امنیتی ایشون اینطور نبود که علا رقم که 20 سال در رأس لیست ترور بودن و و و و حالا همه اون توضیحاتی که گفتم نمیخوام دوباره بهشون بپردازم خب این یک هفته ای که انقدر به قول خود بالاترین با رده امنیتی کشور یعنی وزیر اطلاعات وضعیت قرمز اعلام شده چرا برای این یک هفته برای مسافرت از به قولی رستم کلا به تهران حداقل برای این یک هفته چرا یک ماشین ضد گلوله برای ایشون نفرستادن تا با ماشین ضد گلوله تردد بکنه خب بالاخره این سوالات و این ابهامات وجود داره در مورد اون بخش صحبتتون که به جریان نفوذ اشاره کردید خب ببینید جریان نفوذ در کشور با توجه به جریان اطلاع و اقتدار جمهوری اسلامی ایران این جریان نفوذ یک جریان نفوذ به قولی چهل ساله است در کشور یعنی این جریان نفوذ جریان نفوذی نیست که بگیم یک بار یک جریان نفوذ برای شهید فخر در طول 20 سال نه اصلا یک سال نه یک ماه تشکیل شد و این جریان نفوذ نه قبل داشته نه بعد از زمان کشمیری این جریان نفوذ در کشور بوده در زمان شهادت شهید فخرزاده بوده آیا هنوز هست قطعا هست و وقتی که ما از جریان نفوذ صحبت میکنیم صحبت از مثلا فرض مثال فلان آبدارچیه فلان وزارت خونه نیست یا فلان راننده نیست جریان نفوذ یک جریان گسترده ایه یعنی یقینا وقتی که در واقع رژیم استکبار جهانی و در واقع رژیم منحوس صهیونیستی رژیم جعلی صهیونیستی میخواد جلوی اقتدار و در واقع اون اطلاع جمهوری اسلامی رو بگیره نمیتونه فقط در مثلا دولت آقای فلانی نفوذ بکنه این نفوذ باید خیلی گسترده تر باشه در مجلس در قوه قضایی در دولت در هر جایی از کشور باید این نفوذ وجود داشته باشه تا بتونه جریان های مختلف رو نه فقط تروریشون جریان های اقتصادی جریان های فرهنگی جریان های اجتماعی رو دیپلماسی داخلی دیپلماسی خارجی بتونه در واقع در یک پروژه عظیم اون جریان رو جلو ببره یعنی فقط با ترور علی محمدی فقط با ترور شهریاری یا حاج قاسم یا شهید رضایی نژاد یا شهید فخری زاده قطعا جلوی اطلاع و اقتدار کشور گرفته نمیشه این باید در حوزه های فرهنگی در حوزه های اقتصادی در حوزه های دیپلماسی و مرزی و در مرزی باید این جریان نفوذ شکل بگیره که بتونه یک موضوعی در کشور ایران پیش بره این که حضرت آقا هم اینقدر در واقع از موضوع جریان نفوذ حرف میزنند دلیلش گستردگی این جریان نفوذ و شهادت شهید فخریزاده نشون داد که این جریان نفوذ بسیار گسترده است ببینید چند گزاره رو وقتی که ما بهش نگاه میکنیم میبینیم که جریان نفوذ خیلی در واقع قوی و گسترده داره عمل میکنه ترور شخصی که 20 سال بیش از 20 سال در رأس لیست ترور اسرائیل و نتانیاهو گفته میزنم اولمرت گفته میزنم و و و حالا همه این موضوعات در خیابانی که بیش از 15 سال ایشون هر هفته بلا استثنا در اون خیابان تردد داره حالا یه روز پنج شنبه یه روز جمعه یه روز یک شنبه ببینید موضوع اینه که اون خیابونی که شهید فخصاد درش ترور شد یک به قولی خیابون معمولی نبود که بگیم که مثلا یه روز صبح داشت میرفت نون میگرفت و ترور شد خب اون خیابون خیابونی بود که سالها از همون خیابون 500 متری به قولی تردد داشت و قطعا هنوز هم جریان نفوذ به قولی وجود داره و انشالله که و هنوز هم جریان نفوذ روی تکمیل پازل ترور ایشون در واقع با ترور شخصیت ایشون ترور جریان فکری ایشون ترور جریان اندیشه ایشون هنوز هم جریان نفوذ فعال نه فقط در مورد ایشون در خیلی از حوزه های کشور که شما میبینید خیلی از اتفاقات درگیر جریانات نفوذ موضوعات اخیری که در کشور اتفاق افتاده و حالا موضوعات اقتصادی و سیاسی که بعضا که بر کشور ان الله که در واقع یکی از برکات خونه ایشون بر ملا کردن این در واقع جریان نفوذ چهل ساله و کندن ریشه این جریان نفوذ چهل ساله در کشور باشه امیدوارم تونسته باشم به همه بخش های سوالاتتون پاسخ بدم خب خیلی ممنونم محسن سهرابی رو بشنویم سوالشون رو بعد عزیزان دیگه در خدمت من کامنت دارم اینو تو سوالم بپرسم یا الان میتونم بپرسم بعد آقای سهرابی شما هستید حالا فکر میکنید اگر بله. شهید نمیشه حرفتون حرفت. آقای سهرابی بفرمایید زنده باشید بله منم سلام میکنم خدمت شما آقای حامد فخری زاده فرزند بزرگوار شهید فخری زاده بله چند سوال پیش اومد یکی اینکه پس شما عملا وجود تیم ترور رو خب تکسیب میکنید یعنی هیچ تیم تروری در صحنه نبوده صرفا از طریق حالا همون ربات و هوش مصنوعی انجام شده دو اینکه گفته میشه در ماشین شهید از بغل هم مورد اصابات گلوله قرار میگیره و حالا این گلوله ها فقط از سمت روبرو شلیک نشده این چقدر قرینه واقعیت هستش و سوم هم شما اعلام کردید که تیم حفاظت شهید 15 نفر گاه هم بوده یا همین روز حادثه 12 نفر شون تیم حفاظت داشتن دقیقا این 12 نفر خب تو اینکه این عملیات اتفاق میفته از لحظه ای که حالا ایشون از ماشین پیاده میشن ایشون برمیگردن داخل ماشین این خب این فعلان فعالاتی نیستش که خیلی طبیعی باشه و این تیم حفاظت چرا هنوز ورود پیدا نکرده چرا در آخرین لحظه زمان که شهید زخمی شدن تا از سر تیم رسیده و چرا برای همچین شخصیتی که 15 نفر محافظ همراهشون هست ماشین ضد گلوله خب تهیه نشده مرسی من مجدد عرض سلام دارم خدمت آقا محسن عزیز و سایر دوستان عرضم به خدمتتون که در مورد اون بخش اول در واقع موضوعی که مطرح کردید بله هیچ در واقع حداقل شواهد و قرائن و گزارشات و به این موضوعات حضور فیزیکی هیچ تروریستی رو تایید نمیکنه این نکته اول نکته دوم هیچ گلوله ای از بغل به ماشین اصابت نکرده گلوله هایی که در واقع شما میبینید از بغل اصابت کرده یک سری گلوله هایی که به در خورده چون شهید وقتی پیاده میشه در رو باز میذاره و این گلوله هایی که به در خورده زمانی که در باز بوده یعنی در به صورت کامل باز بوده و وقتی از روبرو شدیک میشه گلوله ها به در اصابت میکنه اگر درست حضور ذهن داشته باشم حالا دقیق حضور ذهن ندارم ولی کلا فکر میکنم 15 یا 18 گلوله شلیک میشه که 5 تاش به شهید اصابت میکنه و او گلوله هایی که از قسمت لچکی عقب ماشین گلگیر عقب ماشین در اومده اون سه گلوله ایه که از قسمت جلو به شیشه جلو برخورد کرده و از صندلی راننده رفته تو صندلی عقب و از اون قسمت بغل ماشین از لچکی و گلگیر خارج شده یعنی هیچ شلیکی از بغل انجام نشده تمام شلیک ها از روبرو رو اتفاق افتاده این بخش دومه در واقع موضوعی که مطرح کردید با بخش سوم و چهارم واقعیت این سوالیه که من نباید بهش پاسخگو باشم اینکه خب چرا ایشون ماشین ضد گلوله نداشته اینکه خب ایشون دوازده محافظ و سه ماشین اسکورت همراش بوده پس اینها چه میکردن پس پروتکل های امنیتی کجا بوده اینکه در وضعیت قرمز خب کاملا حرف شما درسته و این در واقع ابهام به ذهن هر کسی میرسه که خب یک شخصیتی در این سطح امنیتی با دوازده محافظ همراه با سه ماشین اسکورت ماشین رو در یک جای کاملا غیر معمول متوقف میکنه خب این خیلی در واقع سواله یعنی uh, به مقصد هم نرسیده بوده که بگیم در مقصد متوقف میکنه ماشین رو uh, خب طبیعی بوده حالا تو مقصد ماشین رو متوقف کرده در باز کرده پیاده uh, خب این سوالات و الهاماتیه که بالاخره uh, وجود داره و طبیعتا برای هر کسی که uh, جریان ترور رو فقط همون لحظه ترور رو فقط همون ساعت های ترور رو به قول مطالعه سطحی هم بکنه طبیعتا این سوالات براش به وجود میاد برای خود ما هم سواله در حالی که به قولی شما میبینید در بین شخصیت هایی که در کشور مورد محافظت قرار میگیرن شخصیت هایی هستند که خودشون ماشین زرهی دارن تیم های حفاظتیشون حالا اگر ماشین زرهی نداشته باشند ماشین ضد گلوله دارن حالا دوستانی که با موضوعات امنیتی آشنایی دارن میدونن ماشین زرهی با ماشین ضد گلوله متفاوته ماشین زرهی ماشینیه که با انفجار هم اتفاقی براش نمیفته مثلا بمبی زیر ماشین منفجر بکنن یا از سلاح های در واقع انفجاری استفاده بکنن ماشین ضد گلوله فقط در مقابل گلوله به قولی محافظه یعنی خود شخصیت ماشین زرهی داره تیم های حفاظتیش هم اگر ماشین زرهی نداشته باشن ماشین ضد گلوله دارن و غیر از اسکورت های معمول اسکورت راهور دارند و حالا چیزهایی که بالاخره قطعا همه ما دیدیم و شنیدیم در بین شخصیت هایی که در واقع در کشور تعدد میکنن شخصیت هایی که شاید آدم وقتی که ورود میکنه خود من یه روزی در یک برنامه گفتم گفتم این شخصیت اگر همین الان پیاده بره در تلاویف قدم بزنه کسی کاریش نداره و با این سطح امنیتی به قولی جابجا میشه یعنی ما موضوع نقص امکانات رو در کشور نداریم موضوع ضعف امنیت رو در کشور نداریم یعنی نمیتونیم بگیم که خب در کشور ماشین زرهی وجود نداشته که در اختیار ایشون قرار بدن در کشور ماشین ضد گلوله وجود نداشته که در اختیار ایشون قرار بدن البته من یه نکته تکمیلی رو هم حالا بعدا شاید بهش اشاره کردم امیدوارم که تونسته باشم پاسخ خوبی بدم یه نکته کوتاه یه یه نکته اینه که شما فرمودید ماشین شهید پشت ماشین نیسان قرار میگیره اصولا تو این کاروان که داشته میرفته مگه نباید سوژه ای که مقدر مورد محافظت قرار داده بشه بین ماشین های اسکورت باشه چطور بوده که ایشون سر یعنی جلوی کاروان حرکت میکرده و اسکورت ایشون همگی پشت ایشون بودن یعنی ارزم به خدمتون که حالا در واقع توی های امنیتی به این شکله که وقتی که شخصیت با سه ماشین اسکورت جابجا جا میشه یک ماشین در جلوی در واقع ماشین شخصیت قرار میگیره دو ماشین در پشت ماشین شخصیت که در روز حادثه هم همینطور بوده یعنی دو ماشین شاسی بلند اسکورت در پشت ماشین بودن یک ماشین سواری اسکورت که هر کدومشون چهار تا به قولی محافظ داشتن یعنی چهار تا نفر داشتن یک ماشین در قسمت جلوی ماشین شخصیت بوده معمولا در پروتکل‌های های امنیتی به این شکله که وقتی که شخصیت نزدیک به قولی مقصد میشه ماشین پیش رو برای اینکه مسیر رو چک بکنه و مقصد رو چک بکنه برای اینکه مطمئن بشه در مسیر و در مقصد در واقع موضوعی یا مورد مشکوکی وجود نداره ماشین پیش رو شخصیت رو رها میکنه مثلا در فاصله مثلا یکی دو کیلومتری شخصیت طبق پروتکل های امنیتی ماشین پیشرو شخصیت رو رها میکنه برای اینکه بره مسیر و مقصد رو چک بکنه دلیلش هم اینه که عمده عملیات های تروریستی یا در مبدعه یا نزدیک مبدعه یا در مقصد یا نزدیک مقصده به همین دلیل ماشین پیشرو تقریبا مثلا تو فاصله یک کیلومتری شخصیت رو رها میکنه و میره برای کنترل مقصد و به قولی کنترل مسیر و مقصد منتها وقتی که ما وضعیت قرمز اعلام میکنیم اه طبیعتا اه حالا رها کردن در واقع اه اه ماشین پیش رو قطعا درسته باید این اتفاق بیفته ولی حالا به اصطلاح میگن اس یا اس 4 طبیعتا اس یا اس 4 یعنی تو ماشین های 4 اسکورته یا تو ماشین های 3 اسکورته باید بیاد جای خالی ماشین پیشرو رو پر بکنه یعنی در وضعیت قرمز این بحث شما درسته نباید جلوی ماشین شخصیت حتی در نزدیکی مقصد خالی بمونه ولی در اون روز ماشین پیشرو وقتی که رها میکنه حتی ماشین پیشرو میرسه به مقصد یعنی اون لحظه ای که دیگه تقریبا انفجار انجام میشه دیگه ماشین پیشرو برمیگرده به محل حادثه ببخشید من میشه یه سوال دیگه در همین مورد ماشین زرهی بکنم بعد بپرسید سوالتون کامل کنید فقط اینو بگم گزارش نیویورک تایمز که خانم فسیحی هم اونو کار کردن من لینکش رو گذاشتم بالا صفحه دوستان میتونن کلیک کنن و برن ببینن بفرمید کنم من اضافه بکنم که ما گزارش رو به فارسی ترجمه کردیم و احتیاج به آبومان رو نداره یعنی اگه کلیک کنین میتونین که بخونین به زبان فارسی ولی من در مورد ماشین زرهی آقای فخرزاده این یکی از بزرگترین علامت های سوال بود واقعا اصلا یعنی هیچ توجیهی تقریبا نداره من خودم 20 سال خبرنگار جنگی بودم در خاورمیانه نزدیک چهار س... سال رئیس دفتر بغداد بودم در اوج جنگ و از یه مقطعی که بیروپای ما... ما به عنوان خبرنگار خارجی از در خونم یا دفترمون که از عراق میرفتیم بیرون خطر این بود که کشته بشیم رو بوده بشیم توی انفجار قرار بگیریم و روزنامه یه ماشین زرهی خرید فرستاد و پروتکل امنیتی من خبرنگار این بود که بدون ماشین زرهی اجازه نداشتم تو بغداد جا به بشم حتی اگه سوپرمارکت میخواستم برم باید با ماشین زرهی میرفتم و همراه محافظ و این پروتکل تقریبا تمام دفترهای رسانه های آمریکایی بود در اون مقطع عراق که خیلی خطرناک شده بود برای همین اصلا اینه که یکی به حال به گفته همه دانشمند ارشد یک مقام مهم کشور مسئول به حال وزیر دفاع و کسی که بارها اسرائیل گفته بود آقای نتانیاهو گفته بود در یه سخنرانی که اسم محسن فخری رو به یاد داشته باشید از خاطر نبرید چطور اصلا ممکنه که ایشون ماشین زرهی یا ضد گلوله نداشته باشن آیا شما این رو شلختگی پروتکل امنیتی میبینید یا یا قسمتی از همون نفوذ میبینید که مخصوصا این کار انجام شده که به ترورشون کمک بکنه ازم به خدمتتون که حالا سوال که بالاخره یعنی سوال و ابهام بالاخره سوال و ابهام درستیه ولی تو اون بخش دوم سوالتون طبیعتا من نمیتونم هیچ نظری بدم بالاخره خود شما که تو این موضوعات کار کردید خیلی خوب میدونید که نهادهای امنیتی برای تنظیم پروتوکل های امنیتی یا به قولی ما بهش میگیم گرید امنیتی گرید امنیتی یک گرید امنیتی دو که در واقع میزان استفاده از امکانات و تسلیحات در واقع همراه رو آیا مثلا یه تیم ترور نیاز به نارنجک داره آیا نیاز به مثلا اسلحه فلان داره یا 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 همه اینها میزان تسلیحات همراه رو اون گرید امنیتی مشخص میکنه مثلا میگیم شخصی که در گرید امنیتی یک قرار داره به عنوان مثال ارز میکنم و شخصی که در گرید امنیتی مثلا دو قرار داره این شخص حتما باید 25 محافظ همراه داشته باشه حتما باید چهار ماشین به قولی پنج ماشین اسکورت داشته باشه حتما باید اسکورت موتوری داشته باشه و حتما تیم حفاظتیش علاوه بر مثلا چه میدونم باید این تسلیحات رو داشته باشه و علاوه بر این تسلیحات مثلا حتما باید یک پزشک تجهیزات پزشکی خاص تجهیزات پی سی آر حتما همراه تیم امنیتی باید داشته باشه حالا اینکه بالاخره چرا گرید امنیتی ایشون این بوده که اون گرید این سطح از تحصیلات رو به قولی انتخاب میکرده با توجه به اینکه بالاخره غیر از همه تهدیدهای تهدیدهایی که متوجه ایشون بوده و همه همه حالا اون موضوعاتی که حوصله دوستان سر دوباره بهش اشاره نکنیم خب قبل از ترور ایشون سه تا از مدیران پروژه ایشون از شاگردان ایشون رو هم ترور میکنن که ارتباط مستقیم با به داشتم شهید علی محمدی شهید شهریاری شهید زاین نژاد و این قضیه مال مثلا یک روز قبل ترور نیست مال دو روز قبل ترور نیست این قضیه در واقع برمیگرده به مثلا اولین ترور که ترور شهید شهریاری بوده برمیگرده به 11 سال دقیقا دقیقا در همون روز سال یک روز قبل تر در 11 سال قبل از به قول این ترور و حالا خیلی از این موضوعاتی که وجود داره اجازه اجازه بدید دوستان خیلی ممنونم آقای زاده ارزم به حضورتون که من یک سوال خودم ازتون از دارم اینی که با توجه به حتما این جلسه یا این نامه ای که آقای خامنه ای دادن برای هماهنگی دو نهاد اطلاعاتی نهاد اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات میخوام ببینم مسئول حفاظت از ایشون سپاه بود اطلاعات سپاه بوده درسته؟ اه، بله اه، چقدر نه؟ اگر اشتباه نکنم گروه انصار درسته؟ برای اینکه گروه انصار اطلاعات سپاه مسئول محافظین سران نظام هستن نه بله بله چقدر نقش آقای طائب و تو این قضیه جدی میدونید و چقدر توی برکناریشون این رو جدی میدونید ببینید طبیعتا من به این سوال نمیتونم پاسخ بدم چون همه شهدایی که شما اشاره کردید و توی سالهای خیلی مشخص هم یعنی خیلی به فاصله کوتاه هست هم, هم این اتفاق براشون افتاد مثلا آقای علی محمدی 88 آقای شهریاری 89 آقای رضای نژاد نبد و آقای احمدی روشن ایشون هم سال نبد و همش در دورانی بوده که خب ایشون مسئولیت داشتن ببینید طبیعتا من نمیتونم پاسخی به این سوال بدم چون که من نه نهاد امنیتی هم نه ارتباط با نهاد امنیتی دارم نه گزارش امنیتی رو از نهاد امنیتی مطالعه کردم که بخوام به قولی به طبع اون به قولی یک موضوعی رو بهش اشاره بکنم حالا اینکه گمان زنی من چیست یا گمان زنی در واقع دوستان چیست اون یک بحث که خب طبیعتا نمیشه با این گمان زنی ها به این موضوعات ورود کرد یا حداقل اقل این گمان زنی ها از به قولی جایگاه من شاید کار درستی نباشه و طبیعتا قطعا من این رو چندین جا گفتم یکی از بزرگترین برکات خون شهید فخری زاده بر ملا شدن این جریان نفوذ چهل ساله در جمهوری اسلامی خواهد بود که یواش یواش داریم میبینیم یک سری موضوعات رو درش جسارتن چی رو میبینیم آقای فخری زاده؟ یعنی ببینید ببینید بالاخره اتفاقاتی که مثلا خبری که خود رسانه ها پخش کردند که مثلا اگر اشتباه نکنم شاید ماله 7 ماه پیشه که 16 نفر رو در جریان ترور ایشون گرفتند البته uh, هیچ اسمی هیچ جایی منتشر نشد یعنی uh, خود ما هم بی اطلاعیم که این شونزده نفر چه اشخاصی هستن یعنی به ما هم هیچ چیزی نگفتن در مورد هویت و شخصیت این شونزده نفر یا موضوع به قولی آیه اکبری که خب بالاخره آیه اکبری از قبل از این اتفاق حتی در واقع مورد توجه قرار میگیره ولی خب خود ایشون اعلام میکنه که بله من در مورد فخری زاده فلان کردم و بسار کردم که ذهنیت من اینه که اصلا دلیل ورود مجدد به جریان های اکبری ترور شهید فخری زاده بود و حالا موضوعاتی که بالاخره شاید باید وایسیم که اخبارش بیاد بیرون این ورود مجدد به پرونده اکبری در زمان آقای طایب بود یا بعد زمان آقای طایب بود من از جزئیاتش خبر ندارم شما, زمانیش خبر شما, خبر شما کار بله،, آقای اکبر... بله آقای اکبری در زمان آقای طایب دستگیر کردن و قبل از ترور آقای فخری زاده ولی به هر جهت توی حالا چیزی که خود ایران گفته بود و حتی مقام های امنیتی هم که ما باشون مصاحبه کردیم خارج از ایران یعنی هم در اسرائیل هم انگلیس هم آمریکا گفتن که آقای اکبری به غیر از اینکه در مورد سایت هسته فردو و اطلاعات هسته ای میدادن در مورد دانشمندای هسته ای و علل خصوص شخص آقای فخری زاده هم اطلاع رسانی میکردن به امای 6 و اون آه. موقع و اون موقع هویت آقای فخری زاده خیلی سری بوده و به هر حال یه مقداری از اطلاعاتی که به اسرائیل حتی به دست آورده در مورد آقای فخری زاده میگن که از یعنی اینجور که منابع ما میگفتن بی ارتباط با آقای اکبری نبود خیلی جالبه که من داریم آقای فخری مانده. زاده, فخر زاده. شما فهمودید 79 نوع... چون اطلاعات خانم پسی غلط شما فهمودید 79 نوع... پدر شما وارنینگ ترور داشته درسته؟ 78 78. خیلی. اولی ملاقات آقای اکبری با یک مقام انگلیسی که در نیویورک تایمز نوشته در مهمانی سفارت که غلطه در یه مناظره بوده 1383 بوده به حضور انورتون کسی پس از 1378 آقای اکبری شناخته شده بوده برای اسرائیلیا درسته؟ اه... بله بعد بعدم 81 که مسئله نتنز لو میره به حال بحث پدر شما مطرح بوده دیگه پس حدود 1378 تا 1383 پنج سال قبل از که آقای اکبری اصلا یک انگلیس رو ببینه شما هشدار ترور داشتید درسته؟ بله بله خواستم بگم میگم ادعایی که نیویورک تایمز کرده کلا غلطه برای که الان خود شما گفتید از 78 پدر شما تحت بله. من متوجه نشدم که از این تاریخ ها به چی میخوایم برسیم چون بر. که ببینید دو تا چیز ما بگم ببین آره ببین در نیویورک تایمز ببینید آقای اکبری در 1383 با در مناظره ای که مناظره ای که وزارت اطلاعات میذاره مولا... یعنی بعد مناظره سفیر باشون خوشو بش میکنن در نیویورک تایمز نوشته در یک مهمانی سفارت که کلا غلطه اطلاعاتش غلطه شما آقای ببخشید آقای شما این موضوع رو هم قبلا گفتین منم بهتون گفتم بله خانم بله شما ببینید این کاری که شما شما باید سند سند دارم میگم نظر شما میتونید نظر خودتون رو میگم نظر من غلطه ولی تا جایی که شما میتونید نظر شخصیتون رو من نظر شما دارم میگم چه غلطه اجازه من من داشتم صحبت می‌کردم شما تو حرف شما... من پریدی. نه من. من داشتم از باقای آخرین زنی صحبت میکردم. خب ببخشید من شما نه شما پرید پردم. نه پرید تن تن من. نه پرید تو حرف من توضیح میدم. بعد شما اگر که شما میتونید بگین نظر شخصیتون اینه که این غلطه من دارم میگم چه به غلطه دیگه به شما میگم شما از نظر شخصیتون این شما این که میگین حالا مفصلی من به شما من اول عو... رفتین تحقیق کردید رفتین سند و مدرک دارین لطفا اگر دارید هم به من ایمیل کنید هم در میون بذارید شما فقط رو هست نظر شخصی خودتون مرتب میگین که گزارشی که ما در مورد آقای اکبری این نظر شخصی شماست بر من, خم... نظر... خ... من, من نظر شخصیمون دارم میگم خانم آه، پس بفرمایید نظر شخصی تونه چون من دارم با... نظر شخصیمون دارم نه میگم یا دارم میگم که چرا نیویورک تایمز اطلاعات خانم فسی نه من هر... نظر شخصی شما نه اینکه برامو ما گفتین که این شما اصلا با کی من با... دارم با... میگم نظر من شخصی و چرا نیویورک تایمز غلط نوشته بعد با استدلال شخصیتون بر حسب چی خب دارم میگم بر حسب همین چیزایی که مونده بود دوستان بحث خانم زاده است و حالا آقای اکبری موضوعیت نداره ببینید 1378 شما وارنینگ ترور داشتید پس از 1378 شخصیت آقای فخری برای اسرائیل لو بوده و ترور بوده حالا دوم مسئله 1381 بعد از نتنز اون مشخص بوده که رئیس پروژه آقای فخری بوده اطلاعات شو اسرائیلیا میدونستن میدن ساز مجاهدین لو میده پس بنابراین چیز جدیدی در مورد ایشون نبوده که کسی بخواد اطلاع بده در مورد که ایشون نقش داره در این پروژه ها این اول در گزارشی که نیویورک تایمز نوشته نقش آقای اکبری رو برجسته کرده در ترور آقای فقیرزاده زده و اطلاعات آقای فخری زده در حالی که آقای اکبری طبق اون مصاحبه که خود ایرنا پخش کرده طبق صحبتی که از زندان پخش شده توی بی سی و ایران پخش شده ایشون اولین بار در مناظره ای که وزارت اطلاعات میذاره بعد از سعدآباد با سفرا ایشون اونجا شرکت میکنه که بعد از مناظره هم سفیر مثلا خوشو میکنه مثل طبق همه مناظره که بوده هیچ وقت در نیویورک هم نشه ایشون اولین بار در یک مهمانی سفیر رو دیده ایشون مهمانی نرفته در صورت در دفاع در اتهاماتی هم که بهشون منجر شده هم چیز گفته نشده این یک اون دومی که حالا خانم در نیویورک تایمز نوشتن غلط آقای اکبری در بهمن 1381 بازنشسته میشه از وزارت دفاع بنابراین هیچ ارتباط سازمانی نداشته حکم مشاوره داشته در زمان فردو هم که 1388 لو میره ایشون در حضور دستگیر شده یک چند ماه زندان بوده بعد آزاد میشه در نیویورک تایمز به اشتباه نوشتن 2008 ایشون بازنشسته شده خیر فردو فردو یک سال قبل بله یک سال بعد علنی میشه یعنی قبل بله. از اینکه اوباما دو هزار رو. بل بله. قبل از اینکه اوباما در پیتسبرگ در جلسه g 7 من از, 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 از یک سال من اوصایی میکنم رو رفت. من اوصایی زمان باشه حالا من مقصودم این بود که من اوصایی من از شما بپرسم من از شما خواستم پس از ایشون کاراکتر ایشون از 1378 تحت هدف بوده حالا 81 هم که اسرائیل لو میدن مجاهدین منتشر میکنن قطعا تو اذیت هشدار بوده همین من میخواستم سوال کنم این یکی من سال دوم هم این بود که ببینید شما وقتی که کسی توی ماشین هست تو تیمی اینا وقتی که اتفاقی میفته همه بیسیم دارن تو ماشین حتما میدونید بنابراین این که بله. پیاده بشه چطوری پیاده شن و چجوری انجام بشه سر تیم حفاظتی تصمیم میگیره حالا مادر شما تو ماشین بوده ببینم که وقتی که این صدا رو میشنون سر تیم حفاظتی به آقای فخری زده شما از ماشین پیاده شو ایشون میپرسه می باید پیاده شم چون سرتیم تصمیم میگیره که چی کار باید بکنن بنابراین میخوام ببینم آیا چون مادرتون اعتمالا هوا... میدونسته بخوام ببینم که وقتی که این صدا رو میشنون سرتیم میگه چی کار کنی نمیگه چی کار کنی چون اون با دستور بده که بیاید بیرون من میام بیرون کی بره بیرون این دوتا سوم اینه که حتما تو این با توجه به اینه که مدت ها اون مسیر شناسایی شده بوده یا میرفتن حتما یه کسی عامل نفوذی بوده حالا چه توی تو تیم یا تو مخابراتی که با سرتیم حفاظتی اینا در ارتباط بوده میخوام ببینم آیا مشخص شده که کی بوده کجای کار نفوذی بوده خیلی ممنون عرضم به خدمتتون که من اول در مورد اون موضوع اولی که به اشاره کردید یه موضوعی رو مطرح بکنم بعد دوتا فکت بدم خدمتتون که در واقع دقیق تر این موضوع باز بشه اولندش که خب طبیعتا این نیستش که ما بگیم که یک جاسوس وجود داشته در مورد شهید فخری زاده اونم آیه اکبری بوده و چون آیه اکبری گزارشی در 78 نداشته پس آیه اکبری در مورد ایشون گزارش نداشته یا بلکس خود یوسی کوهن اعلام میکنه میگه حالا من اگر درست حضور داشته باشم ما در دو سال آخر یا یک سال آخر انقدر به شهید فخری زاده نزدیک بودیم این گزارش خودشونه ها یعنی اخباریه که منتشر شده از قول یوسی کوهن فرمانده امنیتی وقت اسرائیل میگه که ما انقدر به شهید فخزاده نزدیک بودیم که میدونستیم که کجا میره کجا میاد کی میره کی میاد از کدوم در ماشین پیاده میشه با چه سرعتی حرکت میکنه چی میخوره حتی عطر همسرش رو هم میدونستیم این در واقع یه نکته نکته دیگه ارزم به خدمتتون که از ذهنم پرید ولی اون فکت دومی که میخواستم از بکنم خدمتتون خب ایشون توی این به قولی تقریبا 20 سال اینطور نبوده که فقط یک جاسوس روی ایشون سوار باشه چندین جاسوس و چندین اتفاق و عملیات جاسوسی در مورد ایشون اتفاق افتاده و در واقع با اهداف مختلف اه که حالا الان شاید نشه بهش ورود کرد به دلیل همون مسائلی که به قولی در ابتدای صحبتم اشاره کردم و خب یکی از این افراد اکبری بوده اون فکت دومی دو که میخواستم ارز بکنم خدمتون این بود که دلیل اهمیت این که رژیم صهیونیستی در این 20 سال از طریق بگیم چند ده نفر بگیم چند صد نفر بگیم چندین نفر ایشون رو در واقع زیر نظر داشته اینه یک کتاب اسکری که پنهان شد با آمریکا که معاون وزیر دفاع بود که مستقیما با پدر شما کار می‌کرد یعنی آقای عسکری که سردار عسکری که پنهان شد با آمریکا که حالا اه... نا... خب مستقیم با پدر شما کار میکردی من حالا در مورد ایشون من نه چیزی شنیدم نه چیزی میدونم من... <applause> حرف شما رو من نه رد میکنم نه تعیید. چون توی این به قولی سی و چند سالی که زندگی کردم چیزی نشنیدم حتی در, دوره حی... در دوران حیات ایشون چیزی نشنیدم که به قولی سردار اسکری یک همچین موضوعیتی داشته با ایشون و بعد از شهادت هم نشنیدم این موضوع رو برای همین نمیتونم این حرف شما رو تایید یا رد بکنم این رو میخواستم از بکنم خدمتتون بعد از سرقت اسناد یه کتابی به قولی چاپ میشه کتابی نمیدونم دو هزار صفحه کتاب کتابی چند صفحه ایه. چی از اون کتاب اینطور نوشته شده که ما تا قبل از دزدیدن اسناد انقدر جاسوس به قولی دوروبر فخری زاده داشتیم که فکر میکردیم همه چیز رو در مورد برنامه هسته ای ایران و نقشه راه هسته ای ایران میدونیم این نقشه راه همون چیزی که از سال 68 شروع شد که دکتر فریدون عباسی چندین جا بهش اشاره کردن که ایشون اصلا طراح نقشه راه هسته ای کشور بود بعد از اینکه اسناد سرقت شد تازه متوجه شدیم که فخریزاده خودش یعنی اصلا من دارم ترجمه رو میگم و رد یا تایید نمی کنم ترجمه که از روی سرقت اسناد اتفاق افتاده فخریزاده خودش انقدر لایه های امنیتی دوروبر خودش رو این که میگم لایه های امنیتی دوروبر خودش به لحاظ کاری و پروژهی دیگه چون ترور خودش امنیت خود شخصیت به عهده شخص نیست یعنی هیچ شخصیتی نمیتونه در مورد امنیت خودش هیچ تصمیمی بگیره نه تسلیحات نه امکانات نه هیچ چیز میگه فخری زاده انقدر لایه های امنیتی دور خودش رو پیچیده طراحی کرده بود که ما بعد از سرقت اسناد تازه فهمیدیم که توی این به قولی 20 سال سر کار بودیم و خیلی جزئیات کمی رو از برنامه هسته ای ایران میدونیم یا به قولی بهش رسیدیم بعد از سرقت اسناد تازه فهمیدیم به این دلیل خب هم به دلیل موضوع کاری ایشون هم به دلیل خود به قولی موضوع پروژه های ایشون هم شخص ایشون ببینید اون از ایشون حالا تا قبل از اون عکسی که به قول عکس مشهور و معروفی که همه جا پخش شده تا قبل از ایشون از ایشون فقط یک عکس وجود داشت اون عکس سیاه و سفیدی که نتانیاهو توی اون شو تلویزیونی نشون میده و منافقین هم یکی دو بار این عکس رو پخش کرده بودن که اون یه عکس بسیار بیکیفیت شکسته شکسته در واقع خیلی مخدوشه که این عکس از روی مدرک کارشناسی ایشون در دانشگاه شهید بهشتی به قولی سرقت میشه یعنی میخوام بگم که انقدر به قولی این موضوع پیچیدگی داشته و این شخصیت حتی او جایی که عرض کردم این میگه تا وقتی من با فخشده صحبت نکنم در مورد پیشرفت ایران در موضوعات هسته ای هیچ حرفی رو نمیتونم بزنم خب خیلی واضح بوده که چندین جاسوس در حوزه های مختلف در حوزه های مختلف در طول این 20 سال روی ایشون به قولی سوار بودم که حالا یکیش اکبری بوده یعنی برای اینکه از ایشون اطلاعات کسب بکنن چند ده نفر چند صد نفر اطلاعات مختلفی میدادن به رژیم در واقع جعلی صهیونیستی که خب اینا این اطلاعات رو کنار هم میذاشتن برای اینکه به یک جنبندی از اون اطلاعات برسن ارزم به خدمتتون که در مورد اون بخش دومتون خب قطعا دوستانی که توی جریان ترور نه ترور شخص ایشون بلکه جریان ترور تحقیق کردن و مطالعه کردن میدونن یک عملیات تروریستی اینطور نیستش که 20 دقیقه طول بکشه یک عملیات تروریستی انجام بشه یک عملیات تروریستی از لحظه شروع تا لحظه پایانش اگر بیشتر از در واقع دو سه دقیقه بیشتر از سه چهار دقیقه طول بکشه قطعا اون عملیات ناموفق خواهد بود یعنی عملیات تروریستی یک دقیقه دو دقیقه سی ثانیه نهایت مثلا در از سه چهار دقیقه است و در مورد همین عملیات هم همینطور بود از لحظه ای که ماشین توقف میکنه تا اون سه تا گلوله که میخوره تو شیشه و ایشون پیاده میشه و در واقع اون گلوله حسابت میکنه حالا بعدش سرتی میاد پایین زمانی نبوده که به قولی بگیم خب شهید بیسیمو برداشته گفته که خب الو بچه ها الان مثلا سه تا گلوله خورده حالا من چیکار بکنم به نظرتون پیاده بشم پیاده نشم چیکار بکنم و تو اون واقعه خب طبیعتا واکنش سریع که نقش بازی میکنه تا اینکه بگیم که خب مثلا اولا که هیچ صدایی نداره همه حامد جان جسارتا وسط حرفت شما گفتید شهید فخری زده پیاده شدن و تایرهای ماشین رو چک کرد نه 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 نه. پیاده نه, نه 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 اجازه بدید اجازه بدید من نگفتم پیاده شدن در ماشین, ماشین رو در ماشین, باز ماشین میکنه... رو باز میکنه آقا ماشین اه... ما... تو ماشین خودشون محافظم بوده یا خودشون و مادر بودن نه خیلی نه نه فقط خودشون و مادر بودن ولی میگم از ف... مادر تمام یعنی نه. ایشون وقتی صدا میشنبه میشنوه به سرتیم اطلاع میده چون قاعدش اینه اصل... که اطلاع بده اصلا صدایی به قولی صدای غیر معمولی نمیشنوه ایشون چون اصلا هیچ صدای گلوله‌ای وجود نداشته صدای به قولی مثلا شما فرض بکنید که مثلا توی ماشینتون مثلا یک صدایی میشنوید یه صدای خیلی معمولی مثلا صدای مثلا یه تیک آهن برای همه ما پیش میاد در مثلا موقع رانندگی مثلا یه ماشین یه صدایی میده و چون هیچ عاملی هیچ جا هیچ طرفی نبوده و هیچ اتفاقی در پیرامون نبوده خب خیلی طبیعیه که ایشون احساس بکنه که ماشین مثلا دچار یه نقص فنی شده اینکه ایشون صدای گلوله شنیده و به سرتیم چیزی نگفته یا صدای اصابت گلوله شنیده و به سرتیم چیزی نگفته نه اینطور نبوده سه گلوله ای که به ماشین میخوره این سه گلوله به قولی سه تا صدای خیلی ریزی به قولی ایجاد میکنن تا حالا بالاخره توی ماشین تیانا با همه اون ویژگی هایی که ماشین تیانا داره به این شکل هم نیست که اگر صدایی در بیرون تولید میشه یا در به قولی قسمت های مختلف ماشین تولید میشه این صدا خیلی واضح یعنی دیگه پراید نیستش که بگیم مثلا صدای بال زدن مگس هم در بیرون آدم به وضوح میشنوه ایشون احساس نقص فنی میکنه وقتی که پشت نیسان وای میسته از ماشین پیاده نمیشه در ماشین رو نیمه باز میکنه و از لای در لاستیک رو نگاه میکنه یعنی اینطور نبوده که پیاده بشه مثلا دیدید بعضی موقع احساس میکنیم ما ماشین پنچر شده پیاده میشیم میریم دور ماشین میچرخیم ببینیم پنچر شده یا نه اینطور نبوده ایشون در ماشین رو نیمه باز میکنه از همون کنار در لاستیک رو نگاه میکنه میبینه لاستیک سالمه وقتی که لاسیک لاستیک سالمه درجا در رو میبنده خم میشه برای استارت زدن و حالا اون داستان ها اینا که دیگه از اینجا تا اون لحظه ای که به قولی پیاده میشه و سه گلوله اول رو به ایشون حسابت میکنه بعد سرتین پیاده میشه و دو گلوله بعدی حسابت میکنه دیگه این کل این جریان زمان مثلا شاید دو سه دقیقه ای داشته یعنی یه زمانی نبوده که بگیم مثلا یه 20 دقیقه‌ای به قولی ایشون داشته میدوید تو خیابون بعد اون سلاح داشته همینجوری همه جا رو تیراندازی می‌کرده بعد سرتیم میاد و نه یه زمان خیلی کوتاهی بوده در واقع از لحظه ای که در ماشین بسته میشه تا ایشون به شهادت میرسه اوز میخوام اجازه است مصطفی نه نه آقای آه اه آهنگ آه آمد ببخشید من سوال سوم سوال اگر ف... بفرمایید در مورد اینی که حالا تلفنشون چی بوده مارکش های حامد اون سال سومم در مورد این بود که ایشون وقتی که از ماشین ببخشید این این اتفاقی که افتاد با توجه به اینکه اونجا گفتید مسیر چندین ساله بوده برای ویلا حتما یا توی گروه محافظین یا اون مخابراتی که محافظین در ارتباط بودن یک کسی نفوذی بوده بخوام شناسایی شده این نفوزه یا نه مرس. آه، آه، نه کل اعضای تیم حفاظت الان مشغول به کارن پس مخابره تو از اعضای تیم حفاظت بس اون مرتوی مرکز باید نفوذی باشه دی. بالاخره یه نفوذی بود باشه من اطلاعاتی ندارم از اینکه در مورد تلفن تیم حفاظت اطلاعات در مورد تیم حفاظت اطلاعات،, اطلاعات دارم که تیم حفاظت الان همشون مشغول به کارن در جاهای مختلف البته این قضیه هم از همون لحظه های بعد از شهادت هم این اتفاق افتاد یعنی بعد از اینکه تحقیقات تکمیلی اتفاق افتاد و به این نتیجه رسیدن که این عملیات تروریستی هیچ نفری وجود نداشته و برای اولین بار در دنیا بوده طبیعتا تیم حفاظتی نمیتونسته آمادگی برای چنین عملیات تروریستی داشته باشه به قولی تیم حفاظت رفع اتهام شدن چون خیلی واضحه که ترور یک همچی شخصیتی درجا تیم حفاظت به قولی شدیدترین اتهامات متوجهشونه نه به معنای نفوذ و جاسوسی بلکه به معنای عدم حفاظت از شخصیت خود عدم حفاظت از شخصیت جرم بزرگیه برای یک تیم حفاظتی و هم سر تیم هم اعضای تیم حفاظت مجرم قلم داد میشن و باید پاسخگو باشن که یک شخصیتی شهید که بشه که هیچ یعنی حتی اگر شهید هم نشه مورد حسابت در واقع گلوله قرار بگیره تیم حفاظتی به شدت در واقع مؤاخذه میشن در ابتدای به قولی روزهای اول ترور در مورد تیم حفاظت ایشون هم این اتفاق افتاد ولی به دلیل اینکه هیچ نفری در صحنه حضور نداشته و این عملیات تروریستی برای اولین بار در دنیا اتفاق افتاده و آمادگی لازم براش وجود نداشته به قولی که داشته آقا ببینید حالا ببینید اینها دیگه گمانه زنیه دیگه نه گمانه ببینید مسیر دیگه اون گمان زنی شماست دیگه نه، حالا زنی نمیشه ببینید شما مسیر ببینید حالا حالا اصلا بگیم که گمان زنی نزدیک به واقعیت ولی گمان زنی دیگه اگر شما دارید بر مبنای گزارشی از یک نهاد امنیتی این موضوع رو مطرح میکنید بگید منطق من هم آمد ببینید شما احسن الان... احسن اوکی من منطق دارم میگم اونی که ببینید یک کسی وقتی که یک کسی نشسته پشت دستگاه در اسرائیل میخواد شلیک کنه باید آمادگی داشته باشه همینجوری که دفعه 24 ساعتش آماده شلیک نیستن که اون چیزی که هست به حتما حالا یا از طریق تلفنشون تلفنشون لو رفته یا از اینی که اون مخابراتی که سرتین حفاظتی وصل بوده کسی اطلاع داده یه کسی اطلاع داده بالاخره همش چیزی اطلاع داده اون چیزی که فقط من, من, من اون چیزی که شما آقا نگفتید اینی که معمولا پروتکل این هست که محافظ با تو ماشین بشینه میخوام ببینم این که ایشون محافظ نداشته بشینه و خودش را رانندگی میکرده تصمیم خودشون بوده یعنی این تصمیم از لحاظ پروتکل حفاظتی غلطه ایشون خودش خواست این کار انجام بده یا اون ها قبول کردن این کار انجام بده ایشون در تمام مسافرت های به قولی طولانی که با مادر داشتن حالا مسافرت های شهری به کنار در تمام مسافرت های طولانی که چیز داشتن اینکه میگم تمام یعنی در کل این پونزده سال نه فقط در اون روز در تمام مسافرت هایی که با مادر داشتن تنها با مادر تو ماشین بودن چون دیگه یعنی خیلی سخت میشه زندگی اونجوری دیگه یعنی به واقع حالا اینکه خارج از پروتکل بوده خارج از پروتکل نبوده ولی ایشون اصلا منشش این بود در کل این مدت اگر مسافرت طولانی میخواستن برن حالا به ندرت پیش میومد این اتفاق نیفته ولی همیشه مسافرت های طولانی رو خودشون راننده بودن و فقط با مادر تو ماشین تنها بودن خب خیلی ممنونم آقای آهنگران آقای آهنگران هم در خدمت شما آقابت شما به خیر باشه انشاءالله انشاءالله که خداوند به شما و خانواده محترم طول عمر با عزت بکنم بکنه از سلام مجدد خدمت همه عزیزانی که شاید به تازگی به اتاق اضافه شدن من در دو بخش در واقع پاسخ بدم یه بخش اون ابهامی که مطرح کردید سوال مطرح نکردید ولی یک ابهامی مطرح کردید که حالا من احساس میکنم که یک پاسخی باید بهش بدم و بعد حالا به سوالتون میپردازم اینکه به قولی ایشون سهلنگاری در موضوع امنیتی داشته این موضوع به کل رده یعنی این که میگم به کل رده این من مستاق میدم که یک موقع دوستان احساس نکنند که این یک تعصب خانوادگیه که من این موضوع رو به کل رد میکنم ببینید ایشون 20 سال در رأس لیست ترور اسرائیل و تو این 20 سال در واقع این نبوده که از همون سال اول گرید امنیتی ایشون گرید امنیتی بالایی باشه تقریبا در این 15 سال آخر و به خصوص ده سال آخر گرید امنیتی ایشون خیلی رفت بالا یعنی توی اون سالهای اول پنج سال اول یا ده سال اول این گرید امنیتی در اون سالهای اول بسیار بسیار ضعیف بود و همجوری یواشواش تقویت شد پس یقینا اگر بفرمایید من سوالی دارید علیرضا آقای من باز نکردم نه نه میکروفونشون باز شوش. شما بفرمایید پس اگر ایشون میخواست به قولی نگاری امنیتی داشته باشه خب این که پر واضح بود که رژیم سهیونیستی ایشون رو میخواد حذف بکنه اگر نگیم کل 20 سال حداقل ده سال آخر که خیلی واضح بود این اتفاق میخواد بیفته پس در همون ابتدای به قولی ده سال اول این اتفاق میافتاد چون انقدر جریانات جاسوسی وقتی که میره به سمت رژیم سهیونیستی انقدر دقیق و حرفه‌ای و جریان نفوذ انقدر دقیق و حرفه‌ای عمل میکنه که به سرعت میتونه یک موضوعی رو پیش ببره کما اینکه شما میبینید مثلا در موضوع شهید شهریاری شهید علی محمدی شهید رضایی نژاد فاصله ترور تا فاصله حساسیت این عزیزان زیاد نبود یعنی شهید علی محمدی هر سه شهید بزرگوار نه اصلا تیم امنیتی نداشتند یعنی یا راننده محافظ داشتند یا خودشون آموزش دیده بودند برای حفاظت من خاطرم هست ما زمانی که بالاخره چون تهدید و حساسیت روی خانواده هم بسیار بالا رفته بود به خصوص ده سال آخر ما میرفتیم بالاخره هر هفته باید میرفتیم میدون تیر برای اینکه همیشه آمادگی خودمون رو حفظ بکنیم مثلا با شهید شهریاری که میرفتیم شاید شهریاری حالا اینا برای اینکه مقداری زائقه جمع واسه این اسلحه رو میگرفت دستش یه جسه ریز لاغری داشت شاید شهریاری و میگفت این دست و خداوند خلق کرده که قلم دستش بگیره نه اینکه این چیزها رو بدید دستش اینا با در واقع خودشون آموزش میدیدند برای موضوعات امنیتی و چیز یا مثلا راننده محافظ داشتن راننده ای که هم اسلحه داشت هم محافظ بود هم راننده بود که در واقع سالهای اول شهید فخری زاده هم به همین شکل بود یه مدتی به قولی خودش امنیت خودش رو به عهده داشت یعنی خودش سلاح هم میکرد البته سلاح که همیشه خودش هم میکرد ولی مثلا یه مدتی بدون تیم حفاظت بود یه مدتی فقط راننده محافظ داشت یه مدتی حفاظت نامحسوس داشت به صورت حالا مثلا اسکورت های موتوری و اینها تا این ده سال آخر دیگه خیلی این گرید امنیتی یعنی در تقریبا از 15 سال آخر شروع شد و این ده سال آخر خیلی گرید امنیتی رفت بالا یعنی اگر ایشون میخواست در واقع در موضوعات امنیتی سهل نگارانه برخورد بکنه یقینا خیلی خیلی زودتر از این ایشون رو پز می شما مثلا اون فیلم اولمرت رو نگاه بکنید تاریخ گزارشات رو حالا شاید این عزیزی که گزارشگر نیویورک تایمز هستن دقیق تر بتونن به این تاریخ ها در واقع رجوع بکنن و به ما بگن یا به قولی اون موضوع شوی در واقع تلویزیونی نتانیاهو تا زمان ترور یعنی دیگه حداقل این به قولی 6-7 سال آخر که دیگه پر واضح بود که دیگه ایشون دیگه نفر یک ترور اسرائیل پس اگر ایشون به قولی میخواست سهلنگارانه در موضوعات امنیتی رفتار بکنه یقینا خیلی زودتر از این حرفها حذف میشه این یه نکته نکته دوم در روز حادثه زمان حرکت، مسیر حرکت، مبدع، مقصد همه چی با تیم امنیتی کنترل شده است یعنی اینطور نیستش که ایشون همینجوری که داره از اون دور برگردون آب سرد رد میشه بدون اینکه به کسی خبر بده یهو یه فرمون ماشین رو کج بکنه بپیچه به سمت آب سرد و تیم حفاظتی مثلا از تو آینه نگاه بکنن بگن شخصیت پیچید حالا ما بریم دنبالش همه چیز هماهنگ شده است یعنی همه چیز کاملا مشخصه و ایشون با دوازده تا محافظ و سه تا ماشین اسکورت داره حرکت میکنه یعنی باز اینجا هم هیچ بیمبالاتی امنیتی وجود نداره همجوری صبح یهو تصمیم نگرفته که بگه خب حالا برم مثلا یه دو تا نون تازه بگیرم و تو صف نونوایی به قولی ایشون رو ترور بکنن و از اون طرف وقتی که به قولی اون گزارش در واقع اون ترجمه اون کتاب حالا نم دوزار صفحه ای نمیدونم چی از روی اسناد میبینیم که البته بخشی از اون بخش شاید بخش خیلی زیادی از اون کتاب مربوط به شهید فخری زاده است او جایی که به موضوع امنیت اشاره میکنه میگه که ما 20 سال فکر میکردیم همه چی رو میدونیم بعد اینکه اسناد و دیدیم فهمیدیم که اصلا هیچی نمیدونیم چون که فخری زاده انقدر لایه های امنیتی نزدیک به خودش رو پیچیده و عجیب قریب تر راهی کرده بود که ما فکر میکردیم که میدونیم چه خبره بعد که اسناد رو دزدیدیم تازه فهمیدیم اونایی که تا حالا فکر میکردیم درسته هیچ درست نیست اینایی که رو خود وجود داره درسته و حالا فکت های خیلی زیاد دیگری که به قولی وجود داره در مورد نوع نگاه امنیتی ایشون یعنی ایشون بسیار 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 در موضوعات امنیتی پیچیده و خلاق بود حتی در موضوعات امنیتی تیم یعنی در خیلی از موضوعات ایشون حتی مثلا به تیم میگفتش مثلا این کارو بکنید مثلا به این شکل مثلا فلان و بیسال و اینها مثلا این درسته یا چیز یعنی در موضوعات امنیتی ایشون بسیار آدم باهوش خلاق و پیچیده ای بود ارزم به خدمتتون که این در واقع یه نکته نکته بعد اینکه خب چرا خودش پشت ماشین نشسته بود چرا راننده نبود چرا به قولی مثلا تو ماشینی که ایشون بود چهار تا محافظم نبودند ببینید ما وقتی داریم از یک زندگی امنیتی 20 ساله صحبت میکنیم من اینو به جرأت میگم یک روزی در جواب یک عزیزی هم گفتم حالا نمیخوام نام ببرم در جواب یک عزیزی هم گفتم که زندگی که شهید فخری زاده به خصوص در 15 سال آخرش داشت حتی یک روزش برای خیلی از آقایون قابل تحمل نیست یعنی خیلی از یا آقایون حتی یک روز نمیتونند در این سطح امنیتی زندگی بکنند به همین دلیل خب خیلی طبیعیه که وقتی یک جریان امنیتی خیلی سنگین روی یک نفر سوار میشه خب یک سری بالاخره شخص زندگی هم باید بکنه دیگه ما یک آدم رو آیا اگر بذاریم در یک گاف صندوق ضد ضد گلوله و هیچ کس رو نبینه آیا میشه اون آدم رو حذف کرد خب یقینا نمیشه حذف کرد ولی داریم در مورد یک انسان صحبت میکنیم یک انسانی که با تمام ویژگی ها و با تمام اون جنبه های انسانی نیاز به یک سری در واقع ورودی های مثبت داره برای اینکه زندگی داشته باشه که بتونه تازه کار بکنه بتونه فکر بکنه بتونه در حوزه تکنولوژی در حوزه علمی حرکت بکنه طبیعتا اینکه بخوایم از ایرادات اینچنینی به قولی این موضوع رو برداشت بکنیم که خب ایشون بی موبالاتی داشت ایشون سهلنگاری داشت خب اگر سهلنگاری داشت خب خیلی زود از اینها میزدنش این موضوع رو من کاملا رد میکنم ضمن این که حالا بالاخره توی این زندگی امنیتی خب خود من هم 15 سالش رو کنار ایشون زندگی کردم نوع نگاه امنیتی ایشون رو دیدم نوع در واقع نگاه خاص ایشون رو نسبت به جریانات امنیتی دیدم و این رو به عنوان پسر ایشون که با ایشون زندگی کردم این رو به زرس قاطع میگم محال ممکن بود شهید فخری زاده رو بشود با ترور نفری ترور کرد این رو به زرس قاطع میگم انقدر که ایشون باهوش هوشمند و در واکنش سریع ای بود محال ممکن بود بتونن شهید فخری زاده رو به صورت یک ترور معمولی که نفر بیاد بخواد ترور بکنه ایشون رو ترور بکنه یعنی ایشون در اون تمرینات به قولی سلاح کشی و اینها در میدون تیر خود اساتید ایشون به قولی متعجب میموندن که این تخصص و این سرعت در سلاح کشی و واکنش سریع یعنی خودشون میگفتن می گفتن ما ندیدیم این همه شخصیت و این همه فلان و بسیار اینا ندیدیم یک همچین در واقع تخصص و تبخوری در واکنش سریع و سلاح کشی و عبور از مانع و و حالا این به قولی موضوعاتی که بود این در مورد بحث اولتون اگر در واقع پامات تکمیلی هم مطرح بکنید در مورد همین ابهام سوالات تکمیلی هم مطرح بکنید در مورد همین دپام هم. قطعا برای همش پاسخ خواهم داشت چون حداقل 15 سال از زندگی امنیتی ایشون نزدیک به ایشون من زندگی کردم حتی ایشون ببینید میخوام بگم که تا این اندازه زندگی امنیتی خودش رو پذیرفته بود در سال نهایت یک بار یا دو بار خونه ما میومد مثلا تولد مثلا نوه ای ما دعوتش میکردیم میومد و بهش گفت خب بابا این همه ما داریم میایم خونه تو خب شما هم بیایید میگفت به دو دلیل من نمیام یک اینکه خب من این همه تیم امنیتی و کنار خودم راه بندازم بیام بالاخره اینا حقوق دارن استهلاک دارن بعد خب ایشون حرکت میکرد اه، اه، به قولی تو اون مسیری که حرکت میکرد آگاهی کلانتری به قولی بیمارست اورژان سلال احمر اینا همه باید آماده باش کامل میبودن تو مسیر حرکت ایشون این همه استهلاک و این همه به قولی هزینه و این همه حقوق تیم حفاظت خب چه کاریه شما بیایید من این اصرافه این اصراف بیتون ماله شما بیاید من ببینم اتون. و از طرفی میگفتش که خب وقتی من میام اونجا با یه همچین در واقع تیمی برای شما خب ممکنه چهار تا همسایه با اینها بگن خب آقا این کیه مثلا اومده خونه شما مثلا اینجوری با ده تا ماشین داره میاد و اینها یعنی اینجوری نبود که بگه باشه حالا اب نداره من به محافظا نمیگم خودم یواشکی پا میشم میام ببینید میخوام بگم که حتی این صحبت یک روز و دو روز نیست یعنی شاید مثلا در کل این پونزده سال کلا پدر من مثلا خونه ما یا خونه او یکی فرزندانش هم همینطور کلا در کل این 15 سال شاید مثلا 20 بار اومده باشه در 15 سال یعنی تا این اندازه ایشون هم زندگی امنیتی خودش رو پذیرفته بود هم هوش امنیتی داشت و حالا در مورد همه بستگان همینجوری بود یعنی انقدری که وابستگی داشت حتی به پدر و مادر سفرهاش رو به قوم بسیار کم میکرد بسیار کم میکرد با این که اصلا ایشون میگه من همه چیزم رو از مادرم دارم و حالا نمیخوام زیاد دیگه ورود بکنم به این موضوع ولی قطعا اگر سوالات تکمیلی سوالات تکمیلی در جهت این باشه همش رو به قولی فرق فرق من تلفنشون چی بود آیا وقتی میکنم قطعا که بله بله. بعد از ترور بعد از اینکه ترور اتفاق میفته فکر میکنم تو گزارش های اول یا تصاویری که از ابتدا پخش شد صحنه های از تیراندازی ما شاهد بودیم آیا بعد از اینکه این ترور اتفاق افتاد محافظین عکس العملی نشون دادن یا دیگه قصه رو تمام شده دیدند و کاری دیگه بعد نکردن آیا کسی بعد از غیر از ایشون و والده گرامی کسی از محافظین مجروح شد یا درگیر شد یا تیراندازی کرد این اینم یکی از اقاماتی بود که گفتم بپرسم از خودتون عرض میکنم خدمتتون من اول سوال دومتون رو پاسخ بدم چون به قول من یه مقدار حافظم ضعیفه بخوام جنبندی بکنم اون سال دومتون یادم میره یه موقع ارزم به خدمتتون که در مورد اینکه خب بالاخره جریانات بعد از ایشون به کدوم سمت رفته کجا رفته آیا انجام میشه آیا انجام نمیشه در کلیات باید بگم که خب من بی اطلاعم چون ما هیچ موقع ما ستا پسر هیچ موقع نه هیچ پست دولتی داشتیم نه هیچ کار دولتی داشتیم نه هیچ ارتباط کاری با پدر داشتیم نه با محیط کاری و ایشون هیچ ارتباطی داشتیم طبیعتا اینکه به قولی بعد از شهادت من اطلاعاتی در مورد موضوعات داشته باشم یقینا ندارم ولی یقینا یک سری از پروژه ها متوقف شده من عرض کردم خدمتتون توی اون ابتدای صحبت هام که چرا یک سری از پروژه ها متوقف شده یک اینکه بالاخره جریان نفوذ و در واقع اون رژیم استکبار و رژیم منحوس صهیونیستی که دنبال حزب ایشون بوده خود حزب شخص فخری زاده که اهمیتی نداره وقتی که شما یک فرمانده نظامی رو به قولی از بین میبرید با حزب فیزیکیش جریانات عملیاتیش چون وابسته به فیزیکش بوده طبیعتا متوقف میشه ولی وقتی که یک کسی که صاحب اندیشه است صاحب تفکر در واقع حضب فیزیکی میکنید الزامن جریانات مربوط به اون آدم از بین نمیره باید پروژه ها هم ترور بکنید باید جریان فکریش هم ترور بکنید باید جریان اندیشه ایش هم ترور بکنید پس قطعا یک سری از همون جریان نفوذی که موفق به ترور ایشون شده همون جریان نفوذ امروز در, جر... در تکمیل پازل ترور یقینا دنبال ترور جریان فکری ایشون جریان ای ایشون کارهای ایشون و پروژه های ایشون مستند این حرف هم چیه اگر اینطور نبود چه دلیلی داشت که حضرت آقا به این سراحت بگه دست به جد دستور میدهم نمیگه توصیه میکنم میگه به جد دستور میدم تمام کارهای علمی و فنی شهید باز داره از کلماتی استفاده میکنه که دیگه بالاخره همه ما میدونیم دیگه حضرت آقا در انتخاب کلمات بسیار هوشمندانه عمل میکنن یعنی اینطور نیستش که کلمات رو همینجوری سرسری انتخاب بکنن نمیگه برید کارهاش رو انجام بدید میگه تمام کارهای علمی و فنی شهید در تمامی حوزه هایی که وی بدان ها اشتغال داشت چرا یه همچین دستوری میده برای اینکه حضرت آقا هم خوب میدونه با حزب فیزیکی فخری زاده داستان تموم نمیشه این ترور این پازل ترور تازه دو قسمتش چیده شده باید قسمت های دیگه چیده بشه و تکمیل بشه پس یه بخشی از کارها قطعا ممکنه حالا به این قطعیت نگیم ممکنه که متوقف شده باشه و خیلی طبیعی هم هست که متوقف شده باشه ارز کردم که ظاهرا تیراندازی بعد از بله 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 بله, 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 بله متوجه شدم ارزم به خدمتون که شما اشاره کردید که در فیلم ها و اینها دیده میشه من هیچ فیلمی ندیدم در مورد این قضیه ولی بله یه همچین موضوعی مطرح شده خب بعد از اینکه سرتیم ایشون پیاده میشن سرتیم تنها پیاده میشن میان سر شهید رو میذارن روی در واقع رون پاشون بعد اون دوتا تیر از رون پای شهید اگر شما نکنم یه بخشی از سوالتون هم این بود آیا کسی مجروح شده یا نه بله سرتیم مجروح میشه دو تا تیر از رون پای شهید میخوره به در... از روی رون پای سرتیم میخوره به کمر شهید که اون دو تا تیر دو تا تیر در واقع به قولی بالا شواده پزشکی شاید دوتا تیر اصلی بودن که یکیش به ستون فقرات میخوره یکیش به درچه آورت میخوره و چون که هنوز به قولی سرتیم گنج بوده از طرفی شهید هم حالا این نقل قول خود سر تیمه که شهید با صدای بلند فریاد میزد که به قولی چادر مادر ما رو داده بود به دست سرتیم که اینو بگیر از اینجا ببر هیچ کس پیاده نشه اینا فقط دنبال منن کسی با شما کاری نداره میگفت ضمن اینکه اینجوری داد میزد میگفت برای اینکه خب من نمیدونستم اصلا چه اتفاقی داره میفته یعنی من همون شب وقتی که رفتم پیش سرتیم چون من همون شب رفتم عیادت سر تیم یعنی دقیقا تو همون بیمارستان بقیت الله که شهید رو بردن همون شب سرتیم رفت جراحی شد و همون شب هم مرخص شد یعنی از جر... اتاق اومد بیرون یعنی جراحت خیلی جراحت معمولی بوده دو تا گوله توی در واقع رون پا خورده بوده یعنی زیاد جرا... جراحت عجیب قریب و چیزی نبود که من اون شب بعد اینکه اتاق عمل اومد بیرون رفتم پیشش اون موقع که ازش یا تو هلیکوپتر وقتی که من چون من تو هلیکوپتر کنار پیکر بودم وقتی که داشتیم از آب سرد منتقل میکردیم به بیمارستان از بچه های, سرد... از بچه های تیم میپرسیدم یا تو بیمارستان آب سرد. هنوز همه گنگ بودن نمیدونستن یعنی حتی توی بیمارستان سرتیم میگفتش که حامد من فکر کنم تو همه بیابونای دوروبر تک تیرانداز بود از همه جا به سمت ما تیر می اومد و اینها اونجا مثلی که سرتیم دستور میده به تیم حفاظتی که بیان پایین چون احساس میکنه که تعداد آدم خیلی زیادی در بیابونهای اطراف کمین کردن دستور میده به به قولی اعضای تیم حفاظتی که بیان پایین و شروع بکنن به تیراندازی کور چون کسی رو نمیدیدن کسی وجود حتی جهت تیرها رو هم نمیدونستن دیگه اونجا میگه که من به تیم حفاظتی گفتم که بیان پایین تیراندازی کور بکنن که ما بتونیم به قولی پیکر رو به قولی حالا علاق... شخصیت رو جابجا جا بکنیم به سمت بیمارستان و اینها اون تیراندازی هایی که تیم حفاظتی که اینها همه برای بعد از گلوله پنجمه یعنی این اتفاقات همه وقتیه که به قول گلوله پنجم هم اصابت کرده حتی حالا یه مقدار جزئیات رو ورود نکنیم بگذاریم از یه بخشی از جزیات جزئیات که به قولی اعضای تیم در واقع اون دوتا ماشینی که پشت بودن چون هنوز حالا اینجوری که من شنیدم و حالا اینجوری که تو ذهنمه هنوز اون ماشین پیشرویی که رفته بود هنوز برنگشته اون دوتا ماشینی که پشت بودن که مثلا میشدن هلوش هشت نفر اینها میان پایین شروع میکنن تیراندازی کور کردن ببخشید یه سوالی داشتم امکانش خب آقای توفانی بعد آقای سلطانی جانم خیلی م... م... نه نه اگه نه بفرم. بگی... بفرم. شما. آقای فخری زاده من یه شما صحبت که میکنی من معلف های شما یادداشت میکنم ببینین کنار هم که میذاریم طبق گفته شما یک عملیات تمیز از یک کشوری که در کشور بیگانه هست واقعا در میاد ببینید گلوله ای که گفته های شما گلوله ای که از پای محافظ عبور میکنه و در بدن شهید منفجر میشه یعنی اینکه احتمالا گلوله مثلا شکلی از هوشمندی یا نمیدونم یه پیچیدگی داشته از اون طرف قرار هست که تفنگی که داره شلیک میکنه هوش مصنوعی داشته باشه در باز بوده و سر تفنگ <applause> به در شلیک میکنه که طبیعتا باید چند درجه به چرخه به سمت راست بعد پایین بعد بیستا گوله شلیک میشه و اگر به این شکل بوده که اسلحه در رو زده شیشه رو زده مادر محترمتون رو نزده پس بنابراین اسلحه بالاخره با هوش مصنوعی روی صورت آقای فخری زاده یا بدنش متمرکز بوده یا داشته همینجوری رگباری تیر کور میزده بعد ماشینی که بیاد وایس پشت سر یه وانت اسلحه که رو وانت تنظیم بشه با این فرض از طرف طراحان حمله که باید اسلحه رو به عقب باشه اومدیم آقای فخری زاده تصورشون بر اساس احتمال رانندگی دیگه ایشون بعد از وانت وامیستاد کل عملیات رو هوا بود اومدیم آقای فخری زاده مثلا عقبتر وامیستا اومدیم آقای فخری زاده امروز از یه جاده دیگه میرفت اومدیم آقای فخری زاده این دفعه مثلا تو ماشین یکی عقبتر بود خلاصه انقدر این پروژه پر از در واقع اگر و اگره حالا بهش بیم قسمت های ناشناخته اضافه کنیم کسی در اسرائیل از طریق ماهواره داره کل کار رو تنظیم میکنه بعد یه انفجاری لازم داره اصلا دارن اومدیم کرد. و بزخواهی میکنم بیم کلامتون اصلا اومدیم و بعد از اون در واقع اعلام وضعیت قرمز تصمیم میگیرن شهید فخری زاده رو با هلیکوپتر جابجا بکنن از اصلا بزنیم کل حالا نکته رو ببینیم اومدیم و اصلا اومدیم و آقای فخری زاده اون روز نیم ساعت خواست بیشتر تو محل کارش وایس و بعد یه نفر نشسته تو اسرائیل داره با ماهواره کل پروژه رو جلو میبره برای, برای اینکه بتونه ام... یه موقعی مثلا ایشون هست تو حرکت بزنه بیاد با انفجار توقف درست کنه بعد خدا خدا کنه که ایشون پشت وانت وایسه که سر تفنگم به اون ور خب ببینید به این نمیگن عملیات تمیز برای اینکه یه دونه از این مؤلفه ها اگر اتفاق نیفته کلا پروژه رو رو حواست جمهوری اسلامی آقای فخری زاده رو میبره تو وضعیتی که دیگه هیچ دستش بهش نرسه دیگه بنابراین چرا شما به همچین عملیاتی میگین اصلا تمیز اصلا چرا ما باید فکر کنیم واقعا اسرائیل چنین کاری رو به این شکل بکنه یا همچین ریسکی بکنه برای کسی که اینقدر برایش مهمه به نظر شما ارزم به خدمتون که ارزم به که سوال چیه سوال که به نظر شما اصلا این کار یه پیمانکار داخلی نیست که اگه نشد دوباره فردا یه جور دیگه انجام بده یا قبولم نمی کنید که آقای نامور اصلا مربوط باشه به همون هسته ای که دور ایشون که ب... بدونه که این الان نیم ساعت بیشتر وا نمیسته سر کارش بدونه که این باید پشت وانه تو آیسه متوجه این از یک کشوری که اینجا نیست و بخواد یک, یک کیس رو برای همیشه از دست بده با این سطح اتفاقاتی که بخواد کنار هم بشینه تا یه نفر ترورش بفرمایید ارزم به خدمتتون که من مجرد سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم خدمت سایر عزیزانی که به تازگی به اتاق اضافه شدن امیدوارم که این همه اگر اگر اگر, اگر هایی که گفتیدو بتونم تو ذهنم تونسته باشم تو ذهنم جا داده باشم که پاسخش رو داده ب... پاسخش رو بتونم بدم دیگه یه مقداری ب... اگر من یه مقداری بعضا چیزها فراموش میکنم دیگه به بزرگی خودتون ببخشید ساعت یک و نیم شبه منم حالا، حالا اگر اگر کنم، خیلی, خیلی, خیلی درگیر بوده عزیز یادتون نمیره من هستم به بپ... پونزده سال فکر کنم اگه اشتباه نگفته باشم یک مسیر رو آقای فخری زاده برن اصلا این به نظر شما منطقیه ماها که آدم عادی هستیم هم گاهی حوض میکنیم از یه راه دیگه به خونمون برسیم چه برسه به فردی که شما میفرمایین تارگت چندین کشور از نظر یا دانشمند منطقه است ارزم تمام ببخشید خب خیلی پیچیده شد دیگه ارزم <تصفح> به خدمتتون که من سه تا سوال آخرتون رو از ته به سر جواب میدم بعد به اون اگرها میرسم بله امکان پذیره ببینید در سیستم های در پروتکل های امنیتی شما درست میگید مسیرهای تکراری رو نمیرن و ایشون هیچ وقت برای مثلا محل کار به منزل یا منزل به محل کار یا مثلا به قولی مثلا خونه ما میخواست مثلا سالی یه بار بیاد مسیرهای مختلفی رو انتخاب میکرد ولی اون باخچه آب سرد یک مسیر بیشتر نداشت یعنی حالا دوستانی که آشنایی دارند با اون منطقه میدونند که شما اگر بخواید برید در واقع به اون در واقع نقطه حتما حالا جاهای دیگه شاید خیلی بتونی مسیرت رو عوض بکنی ولی حتما باید از این یه بلوار رد بشی و هیچ راه دیگه ای نداری غیر از این که از این یه بلوار رد بشی این یه نکته در مورد اینکه خب بعضی موقعا بالاخره بین دو نقطه فقط یک خط مستقیم میشود رسم کرد بین دو نقطه ده خط مستقیم نمی شود رسم کرد این یه نکته در مورد به قولی اون اگرهایی که به قولی بهش اشاره کردید ارزم به خدمتتون که بله واقعیت این در واقع عملیات به همین اندازه عملیات تمیزی بوده و فکر همه جا شده بوده من یه نکته اصلاحی بگم حالا شاید شما از ابتدای بحث نبودید در واقع این نکته این موضوعات رو متوجه نشدید ایشون اصلا از محل کار نمی اونجا و از محل کار به خونه نمیرفته. ایشون از در واقع خانه پدری مادر من در رستم کلای به شهر در منطقه مازندران در استان مازندران داشته می اومده به تهران که یه کار کوچیکی تو آب سرد داشته میره اون کار کوچیکش رو تو آب سرد انجام بده و بعد بیاد تهران یعنی ایشون یه مسافرت ده روزه داشتن به رستم کلا دیگه داشتن برمیگشتن اه... به قولی برنامه ریزی رو اینجوری میکنن که اول بریم آب سرد یعنی اصلا مقصد نهایی هم آب سرد نبوده مقصد نهایی منزل بوده برنامه ریزی رو اینجوری میکنن که اول بریم آب سرد یه ده... کار کوچیکی داشتن اون انجام بدن بعد برگردن به تهران یعنی حتی وقتی که محافظین از ایشون میپرسن که آیا توقف داریم اونجا مثلا برای نهار و غذایی چیزی اینها ایشون میگن که نه سریع برمیگردیم پس اصلا موضوع در واقع یک مسافرت شهری ده دقیقه که زیاد قابل کنترل نباشه از محل کار به منزل نبوده یک مسافرت در واقع چهار ساعته ای بوده که اونجا این اتفاق میفته ببینید من خیلی گذرا سعی می بیشتر به اون اگرهای شما اشاره بکنم ولی جریان رو یه بار دیگه توضیح میدم ماشین وقتی که داشته عبور میکرده در واقع از اون در واقع میرسه به منطقه تیررس نیسانی که در پشت نیسان سلاح قرار گرفته بوده سه تیر کاملا هوشمند فقط برای متوقف کردن خودرو به خودرو میزنن که یه تیر میزنن به یو یه تیر میزنن به شلنگ سوخت و یه تیر میزنن به کامپیوتر اصلی که تیری که میزنن به شلنگ سوخت اصابت نمیکنه شاید یه سری گمان زنی ها اینه که در واقع تیری که میخوام بزنن به شلنگ سوخت این بوده که ماشین رو منفجر بکنن که البته این از دید من رده یعنی من یک همچین جریانی رو توی ترورهای اسرائیلی نمیبینم چون آدم دیگه هم آسیب میبینن و این سه تا تیر کاملا به هدف میخوره یعنی این ستا تیر کور نبوده کاملا هوشمندانه به ای سی و کامپیوتر و شلنگ سوخت ماشین شلیک میکنن نه برای در واقع شهادت نه برای کشتن برای متوقف کردن ماشین ببینید چقدر یک جریان ممکنه هوشمند باشه و او هوش مصنوعی تشخیص داده بوده که این تیاناست خب حالا که تیاناست حالا چون من خودم سالیان زیادی روی حوزه هوش مصنوعی دارم کار میکنم حالا دوستانی که در حوزه هوش مصنوعی دارن کار میکنن میدونن که این موضوعات برای هوش مصنوعی پیچیده نیست که من با تشخیص جلو پنجره ماشین رو تشخیص بدم و وقتی که ماشین رو تشخیص دادم بدونم که به کجا باید شلیک بکنم که بخوره به ای سیو به کجا شلیک بکنم که بخوره به کامپیوتر اینا نمیگم خیلی ساده است ولی زیاد موضوعات پیچیده ای نیست برای هوش مصنوعی به قولی اینها پس اول سه تا تیر میکنه که ماشین رو متوقف بکنه چون میدونسته اگر ماشین رو متوقف نکنه نمیتونه در واقع اون عملیات رو انجام بده و طبق فیلمی که شبکه دوازده اسرائیل پخش میکنه ببینید شما میگید که اسرائیل نبوده درست فیلمی که شبکه دوازده اسرائیل پخش میکنه شهید فخریزاده در ماشین به شهادت میرسه در صورتی که در واقعیت شهید فخریزاده در ماشین حتی یه گلوله هم نمیخوره وقتی که پیاده میشه گلوله میخوره خب اگر این فیلم بعد از شهادت تولید شده خب خیلی واضح دیگه بعد از شهادت همه چیز معلوم بوده پس میتونستن فیلمی تولید بکنن که خب شهید فخریزاده اومد بیرون و ترور شد ولی در اون فیلمی که شبا شبکه که اسرائیل پخش میکنه شهید فخری زاده در ماشین گلوله میخوره پس معلومه این فیلم قبل از ترور تولید شده نه بعد از ترور و طبق همین استناد و اون ستا گلولهی که توی شیشه ماشین دقیقا محل قرارگیری سر راننده یعنی تیرها بعد از اینکه از شیشه عبور میکنه از پشت سری راننده عبور میکنه میره تو صندلی عقب و از گلگیر میاد بیرون هدف این بوده که در ماشین کار رو تموم بکنن درست این که بگیم بیستا گلوله یه کور زده پس این به رگ بار بسته اصلا اینطور نبوده هدف این بوده که با او سه تا تیر تموم بشه یعنی قرار بوده سه تا تیر بزنه ماشین رو متوقف بکنه سه تا تیر هم بزنه شهادت دقیقا چیزی که در شبکه دوازده اسرائیل پخش شد و دقیقا چیزی که در واقع اتفاق افتاد یعنی آثار ماشین و شیشه و همه اینها که حتی یکی از اون سه تا تیری که توی شیشه میخوره پوست روی سر رو هم در واقع خراش میده یعنی پیکر رو وقتی ما میدیدیم چون من هم در بهداری هم در هلیکوپتر هم در بیمارستان همه چه کنار شهید بوده. اون دقیقا روی روی سر یه خراش کوچیکی بود که این معلوم بود یکی از اون سه تا گلوله است بعد که شهید پیاده میشه اون حالا به نوعی اگر بگیم که 18 تا تیر شلیک شده یا 15 تا حالا توی همین اندازه یعنی این نبودی که مثلا 40 50 تا تیر شلیک بشه شده یعنی اولشون گلوله به سرش میخوره بعد پیاده میشه درسته نه 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 پوست سر رو یه دره. مقدار خیلی کمی خراش داده بود یعنی اصلا هیچ گلوله به سر اصابت نکرده بود چون خم شده بود استارت بزنه اون سه تا گلوله که شلیک میشه یکیش پوست سر رو خیلی کم یعنی حتی این خراش در حد خون اومدن چه میدونم چیز نبوده یه خراش خیلی سطحی برحال همی کرده که یه اتفاقی افتاده دیگه حس کرده گلوله ای حالا نخورده ولی رد شده حس کرده ایشون حس کردن دیگه که گلوله خورده طبیعتا پیاده شدن بعد از اصابت همین گلوله ای که رد شده عجیب به نظر میاد حالا یه لحظه اجازه بدید من پاسخ سوال شما رو میدم البته قبلا پاسخ دادم ولی مجدد پاسخ میدم پاسخ این سوالتون رو میدم بعد که ایشون پیاده میشه حالا اگر بگیم 6 تا گلوله اون بر شلیک شده هولوش 11 تا هولوش مثلا 13 تا گلوله دیگه شلیک میشه محل اصابت گلوله ها بعد از در ماشینه یعنی شما محلی که روی آسفالت خون ریخته چون من که لحظه ای که پیکر روی زمین افتاده بود که من که نرسیدم پیکر رو منتقل کرده بودن به بهداری من رسیدم ولی در عکس ها این ها هیچ کدوم گزارشات امنیتی نیست که من دارم از میکنم خدمتون ها که فکر بکنید این تحلیل های من پشتش گزارش های امنیتیه که شما ندارید در عکس ها در ماشین بازه پیکر کجا افتاده اون ور در ماشین افتاده یعنی اینطور نبوده که گلوله بگیم خب خورده به در ماشین بعد کمونه کرده پس چجوری خورده تو دریچه آورد چجوری خورده توی ستون فقرات اه... یعنی معلومه که شهید که پیاده شده چند اه... تیراندازی به در ماشین انجام میشه چرا چون عملیات یک مقداری برنامه ریزیش به هم میریزه برنامه ریزی بر این بوده که در ماشین کار رو تموم بکنن میبینن که در ماشین نمیتونن تموم بکنن وقتی که در ماشین رو باز میکنه و پیاده میشه یک مقداری برنامه ریزی در واقع به هم میریزه طبیعتا چند تا تیر به در ماشین میخوره ولی خون کجا ریخته یعنی پیکر کجا افتاده پیکر مثلا حالا اینجوری که مثلا در عکس ها معلومه یکی دو متر بعد از در ماشین به سمت وسط خیابون پیکر افتاده و این تیرها اینطور نبوده که مثلا بگیم هر ده دقیقه یه تیر زدن یعنی مثلا در فاصله اون پنج تا تیری که به شهید خورده شاید مثلا یه فاصله ده سانیه، ای پونزه ثانیه ای حالا اینا رو نگیریم بگیم که خب اگر این 15 ثانیه است پس این به علاوه اون میشه مثلا یه دقیقه پس اون به علاوه اون میشه دو دقیقه من حدودی دارم میگم چون بالاخره به واسطه 15 20 سال توی جریان امنیتی زندگی کردن بالاخره میدونیم که یک عملیات تروریستی مثلا چقدر زمان میگیره چقدر شلیک میشه و و اون جایی که پیکر افتاده معلومه که از فاز از اصابت تیر اول تا مثلا اصابت تیر مثلا پنجم شد مثلا پنج ثانیه هم مثلا زمان نبرده ده ثانیه هم زمان نبرده پس اینطور نبوده که بگیم خب تیر خورده تو در حالا این اگر کمونه میکرد اینور ور نمیرفت چی اون ور نمیرفت چی و خب طبیعتا وقتی که شهید در واقع به سمت خیابون حرکت کرده اون هوش مصنوعی و تشخیص چهره به راحتی میتونست به قولی موضوع رو کنترل بکنه یه نکته دیگه ای که در شبکه دوازده اسرائیل وجود داره اینه که در اون فیلم شبکه دوازده اسرائیل که من استدلال کردم منطقا که این فیلم قبل از ترور تولید شده در مسیر حرکت در مسیر حرکت چندین دوربین کار گذاشته میشه برای اینکه مطمئن بشن که کجا میره که حالا البته یکی از گمان زنی هایی که وجود داره اینه که حتی اگر ایشون مسیر اصلا آب سد نمیرفت مسیر سمنان رو انتخاب میکرد برای اومدن به تهران یا مسیر آزادراه رو انتخاب میکرد اصلا میومد باز همین در واقع ماشین های دیگری با همین تکنولوژی در جاهای دیگری هم مستقر شده بودند البته این اه، اه، یک فکت امنیتی مبتنی بر واقع و تحقیق نیست این گمان زنی هایی که وجود داره و البته شما به یه نکته خیلی درستی اشاره کردید که رژیم صهیونیستی میدونست اگر فخری زاده یک عملیات تروریستی ناموفق دیگه داشته باشه دیگه غیرقابل دسترسه به همین دلیل انقدر هوشمندانه این جریان تروریستی رو برنامه ریزی کرده بودن که باز من تاکید میکنم به نظر من نزدیک ترین گزارش به واقعیت و دقیق ترین گزارش نسبت به شواهد و قرائن و گزارشات شا... شاهدین شواهد و قرائن یعنی اتفاقاتی که در محل افتاده در پیکر در ماشین در محل و گزارش های مادر و محافظین و اینها نزدیکترین گزارش به واقعیت که باز من تاکید میکنم کاملا مبتنی بر واقع شاید گزارش نیویورک تایمز که به واقع همین اتفاق به همین شکل افتاده و موضوعی که خب حالا اگر این گلوله ها به ماشین ثابت نمیکرد و ماشین با این نمیستاد و اینها چه کاملا این حرف حرف درستیه اولا خب ما عملیات تروریستی ناموفق هم داشتیم در مورد خود شهید فخرزاده هم داشتیم ولی باز برای اینجا هم فکر کرده بودند آنقدر مواد منفجره در ماشین گذاشته بودند که این مواد منفجره فقط برای از بین بردن تکنولوژی و سلاح نبوده چرا؟ چون که اگر میخواستن تکنولوژی و سلاح رو از بین ببرند میتونستن داخل همون سلاح و داخل همون تکنولوژی مواد منفجره کار بذارن که بعد از چیز اون سلاح رو منفجر بکنن که تکنولوژی و سلاح به دست به قول ایرانی ها نیفته ولی حجم مواد منفجره داخل نیسان انقدر زیاد بود این اطلاعاتی که دارم بهتون میدم همه بر اساس شواهد و فکت ها سا. اینا ذهنیت های به قول شخصی من نیست درب نیسان با اون وزنش پرت شده بود 700 متر اونورتر ببینید چه حجمی از و آثاری که از نیسان وجود داره یعنی شما میبینید که یک نیسانی با این حالا اون بدنه نیسان و شاسی نیسان و اینها بعد از انفجار هیچی ازش نمونده و ارزم به خدمتتون که ترکش هایی که به بدن مادر به قولی اصابت کرده و اینها پس این در واقع حتی فکر اینجاش هم کرده بودن که حالا اگر به قولی از ماشین ماشین متوقف نشه و نتونیم این کارو بکنیم چه اونجا یه خیابون تقریبا دو نیم بانده بوده یعنی گفتن که خب حالا اگر همه این اتفاقات نیفتاد چون حتما به تاکید خود شما و کاملا هم درسته باید این اتفاق در این زمان بیفته وقتی که ماشین داشت از کنار نیسان رد میشد انفجار رو انجام میدیم که کلا ماشین و تیم و همه با هم برن رو هوا و اون حجم انفجار به واقع کل تیانا رو هم منفجر میکرد اینقدر حجم انفجار بالا بود حالا اگر عقبتر وای میستاد که خب سلاح انقدر دور برد بوده که نگرانی اینو نداشتن حالا مثلا پنجم پشت نیسان با این نسل دیویس پشت نیسان وایسه با باز همین عملیات به همین شکل انجام میشه او موضوع که به قولی شهید متوجه شده چرا پیاده شده من قبلا هم پاسخش رو دادم بله شهید متوجه میشه شهید وقتی که میبینه ماشین پنچر نشده متوجه میشه که عملیات تروریستیه و تصمیم میگیره استارت بزنه و حرکت بکنه اینکه چرا پیاده شده خب خیلی واضحه که چرا پیاده شده اولندش که ماشین ضد گلوله خودش تا... ماشین غیر ضد گلوله خودش تابوته تو ماشین میموند که چه بکنه خب به راحتی ماشین رو مفجر میکردن خب کل سیستم از بین میرفت دیگه یعنی یه موقع هست در ماشین ضد گلوله و زرهی قرار داره میگید که خب چرا پیاده شده میموند تو ماشین بیسیم میزد نهایت 20 تا تیرم میخواستن بزنن تو شیشه دیگه خب اتفاقی نمیافتاد که بیسیم میزد بعد حالا یه،, کاری میکردن بالاخره ماشینی که ضد گلوله نیست خودش یک تابوت انفجاریه این یک دومندش دو در جریانات تروریستی خب شهید که اون موقع نمیدونسته که خب الان حتما هوش مصنوعی است که در اسرائیل داره کنترل میشه دوربین داره سلاح داره کل این اتفاقات مثلا در عرض دو سه دقیقه افتاده دیگه وقتی که متوجه میشه در عملیات تر... در عملیات های تروریستی تبدیل سوژه ثابت به سوژه متحرک بسیار کار تروریست رو مشکل میکنه به دو دلیل یک وقتی سوژه ثابت به متحرک تبدیل میشه تروریست در واقع نمیتونه عملیات واکنش سریع انجام بده انجام بده چون ممکنه سوژه بره پشت مانع و به قول اینها دو امکان اکسل عمل و امکان واکنش برای تیم های حفاظتی و تیم های امنیتی ایجاد میکنه وقتی که سوژه تبدیل به سوژه متحرک میشه ضمن اینکه توی ماشین موندن ایشون برای مادر هم خطراتی داشت که خب یکی از دلایل هم میتونه این باشه این حالا ایشون چرا هم ماشین پیاده شد خب خیلی واضح بود که منطقی ترین کار اینه که از یک ماشینی که زده گلوله نیست پیاده شی و فرار بکنی و فرصت داشته باشی اسلحت رو در بیاری فرصت داشته باشی اسلحت رو مسلح بکنی این فرصت رو برای تیم حفاظتی قرار بدی که اونها به قولی مسلح بشن اونها به قولی درگیر موضوع بشن و تیم هایی که فرض و مثال نفراتی که این برون بر اون ور میخوان تیر بزنن و گیج و گم بکنی که اونا ندونن تو داری کجا میری چی کار میکنی خواهی میکنم امیدوارم که خیلی ممنون حالا اگر اجازه بدید از این به بر...